بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 19 ماه جولای با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. فرصتی پیش آمد تا با آقای محمد کرمی بار دیگر از پاریس باشیم تا در رابطه با جریانات اخیر و ماجراهای قتل‌های مشکوک در سازمان مجاهدین صحبتی داشته باشید. در طی برنامه یا در طی بازپخش برنامه هر وقت مایل باشید میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 703-957-6150 یا ایمیل بزنید با دوستان مستقیما یا با ایمیل مردم تیوی info@mardomtv.com تماس بگیرید و من این ایمیل ها رو برای دوستان منتقل میکنم و ارسال میکنم، اونها در برنامه های آینده پاسخ میده. آقای کرمی سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم و یه مقداری برای دوستانی که ممکنه تازه با شما آشنا شده باشن از خودتون به طور خیلی خلاصه بگید که محمد کرمی کی هست و کی بود و چگونه با سازمان آشنا شد و چرا جدا شد و پس از جدایی. این رو خیلی کوتاه، ضمن این که به دوستان عرض میکنم که آرشیو تلویزیون مردم و برنامه های آوا در کانون آوا و در تلویزیون مردم موجود هست، شما ها میتونید برید ببینید، اگر صحبتی، نظری، پرسشی دارید مطرح کنید، در خدمت شما خواهیم بود. آقای کرمی این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای ساری و بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم تیوی، من محمد کرمی هستم که از سال 1355 فعالیت‌های سیاسی خودم رو با سازمان مجاهدین شروع کردم که در سال 56 توسط ساواک دستگیر شدم، پس از یک ماه آزاد شدم. در سال 60 توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدم به جرم عضو سازمان مجاهدین بودن که به اعدام محکوم شده بودن که از زندان فرار کردم و در سال 64 به خاطر مخالفت ها با سیاست های مسعود رجوی به مدت 6 ماه در انفرادی بودم و اعتراضاتی که به سازمان مجاهدین انتقادی که داشتیم بیش از 40 بار مورد ضرب شب قرار گرفتم در درون سازمان مجاهدین. در سال 74 مسعود رجوی حکم اعدام ما که میخواستیم از سازمان جدا بشیم و صادر کرد و بارها و بارها تکرار کرده. بعد از سقوط صدام حسین از سازمان مجاهدین فرار کردیم که به کمپ آمریکا یا به ارتش آمریکا پناهنده شدیم که با توطئه سازمان مجاهدین 2 سال این که تو کم بودیم بدتر از گوانتانامو یا هر زندان معروفی که بخوایم بگیم وجود داشت، که بعد از 2 سال ما با آمریکایی‌ها ثابت کردیم که ما مخالفین سازمان مجاهدین هستیم و زمینش آماده کردن که ما با کمیساریالی پناهندگان مصاحبه کنیم و به عنوان پناهنده پذیرفته شدیم و باز در یک زد و بند سیاسی با ارتش آمریکا که سازمان مجاهدین داشت تمامی افرادی که در کمپ پناهندگی UNHCR یعنی سازمان ملل بودن همه را به زور بیرون انداخت، بیرون ریخت، که ما آواره شهرهای کردی عراق شدیم که مدتی هم در زندانهای کردستان عراق بودیم و سپس تونستیم خودمون به اروپا برسانیم و من الان در خدمت هموطنانمون در پاریس هستم. من ممنونم از شما. اجازه بدید که سوالمون رو یا برنامه امروز رو اینگونه شروع کنیم که فعال حقوق بشر هستید، شما مدیر کانون فریاد آزادی هستید و اگر مایل باشید یه مقداری در رابطه با مرگ‌های مشکوک درون سازمان مجاهدین صحبت کنیم، بعد مسئله آلبانی و خروج قطره‌ای، این خروج قطره‌ای یعنی به تعداد 7 نفر و 14 نفر نسبت به 3000 نفر، مخصوصا خود من شایعات شنیدم که افراد مسن و مریض رو اینها منتقل نکردن بلکه تقریبا افرادی رو که دستن در کار بودن، آیا این درست هست یا نه؟ و از همه مهمتر گردهمایی و نشستی که ماه گذشته در پاریس داشتن و پس لرزه های آن، شما صحبت کنید، من سوالاتی رو هم در حین صحبت های شما مطرح میکنم. ضمناً 2 تا فیلم داریم، یکی از
دوستانی که از کمپ اشرف یا کمپ لیبرتی به آلبانی رفتن اونجا صحبت میکنن و دیگری از گرد همایی هست که در پاریس بوده. این فیلم به زبان فرانسه بوده، شما لطف کردید ترجمه کردید، وقتی که مایل باشید اون رو نشون میدم از اینجا و شما هم از اونجا فارسیش رو برای دوستان بینندهی که احتمالا فرانسه نمیدونن توضیح بدید. بفرمایید. خواهش میکنم. من توضیح که در رابطه با موضوع ویلپن چی هست و چرا سازمان مجاهدین هر سال این شو تکرار میکنه، چرا میگیم شو؟ چون که واقعیتش اینه که به یک شو میمونه. هر ساله به مناسبت 30 خرداد 1360 که سازمان مجاهدین دست به اسلحه بود و شروع کرد به درگیری مسلحانه را اعلام کرد و درگیری مسلحانه را تیز کرد، هر ساله در 30 خرداد اینها سازمان مجاهدین در خارج یک شوی برپا میکنن به اسم 30 خرداد که حالا بعضا این برانور میکنم که این اتفاقا اومد با روی با دستگیری مریم رجوی در سال 2003 که مریم رجوی هم دستگیر شده رو همدیگه افتاده که الان این دوتا جریانه، یعنی جریان تظاهرات 30 خرداد که سازمان مجاهدین جنگ مسلحانه شروع کرده بودن و دستگیری مریم قجر عزیزانلو به همراه 167 نفر از مسئولین سازمان مجاهدین در پایگاه های سازمان در استان اولدواز که دستگیری شدن به جرم توطئه بر علیه سفارتخانه های کشورهای خارجی که برای مدت زیادی اینجا تقریبا نزدیک یک ماه اینجا توی زندان ها بودن که بعد به خاطر یک سری مسائل زد و بندها این مسئله فروکش کرد و مریم رجوی آزاد شد که این پروندهش کماکان باز هست و بسته نشده، که در جریان همین دستگیری مریم رجوی از میزه کار مریم قجر عزیزانلو مبلغ 11 میلیون دلار پول نقد به دست اومد که 2 روز بعدش تبدیل شد به 8 میلیون دلار. که خب این وسط معلومه چی شد و چرا به تبدیل به 8 میلیون شده و این پول نقد تو این چیز بالا در کشوی میز کار این خانم چه کار میکرد، خب جای خیلی سوالهایی داره که انشاءالله تو برنامه های بعدی ما روی مسئله بیشتر توضیح خواهم داد. اما هر ساله که این جریان ویلپند برگزار میکنن سازمان مجاهدین از اونجایی که دقیقا میتونن که از هموطنان ایرانی کسی در این برنامه ها شرکت نمیکنه، از 2 ماه قبل شروع کردن به بسیج نیرو. بسیج نیرو که میگم اینی که در تمامی کشورهای اروپایی و تا حدود کشورهای آسیایی که نزدیک اروپا هست، آمریکا و کانادا، استرالیا، اینها بسیج میدن هر دانشجوی هر چقدر که میتونن بخوام بیارن به فرانسه برای این برنامه با کمترین هزینه. مثلا از کانادا، حالا من تو گزارشاتی که رادیو فردا و هفته نامه در کانادا این مسئله رو افشا کردن، با دانشجوانی که مطرح کردن 150 هزار تومان میگرفتن از کانادا میآوردن اینجا. یعنی بخوایم به چیز کنیم تقریبا اگه به پول بازارسی ها بخواهم حساب کنیم 50 دلار، اگر به پول رسمی که بانک اعلام کرده بخواهم حساب کنیم 65 دلار میگرم از کانادا میارن اینجا برای یک هفته در هتل با غذا و گردش و همه چیزهای مختلف که ما تو این مدت اینجا خودمون شاهد تعدادشون بودیم که میگودن ما بودیم برای یک تور مسافرتی. این از افراد معمولی که میارن که قبلن هم من عکساشو نشون دادم، دوستانمون نشون دادن که اکثرا افرادی که در اینجا هستن یا سیاه‌پوستای آفریقایی هستن یا از آلبانی هست، از سوئد هست، از آمریکا، استرالیا، کانادا، کشورهای اوکراین، لهستان، دانشجوها و افراد دیگر رو جمع میکنن میارن. ببخشید منظورتون این نیست که از اینجا مجاهدین رو میارن، منظورتون اینه که از اینجا خارجی‌ها رو میارن، کسایی که ایرانی نیستن، درسته؟ دقیقا. چون که سازمان اولا که نه در توی ایرانی ها هوادار هیچی نداره، بعد اینقدر اعضارم در خارج نداره، کل اعضای سازمان مجاهدین در خارج 4 رقمی نمیشه، یعنی کل کره زمینه به جز عراق که الان 3100 نفر با حضور دارن اون حذف کنید، بقیه کشورها رو جمع کنید، کل اعضای سازمان مجاهدین 4 رقم نمیشه.
به همین خاطر، به خاطر که این سالون رو پر کنن و به یک قدرت نمایی بخوان دید کنن که بگن ما نیرو داریم، تماما افراد خارجی رو استخدام میکنن با پول میارن. این که میگم استخدام میکنن به عنوان کارگر، جمع میکنن میارن بهشون حقوق میدن، جمع میکنن اگر تو پاریس باشه میارن بهشون غذا میدن، خارج از فرانسه که بخوام میارن به عنوان تور مسافرتی میارن، همینطور که خدمتتون عرض کردم از کانادا آوردن با 150,000 تومان یعنی 50 دلار یک هفته در پاریس میگردن غذاشون رو میخورن. حالا اون هم با دروغایی که بهشون گفتن تو گزارشاتی که هست میخونن بهتر باش آشنا میشید. آقای کرمی ببخشید، معمولا بعد از این تظاهرات ما میبینیم که سرصداهای زیادی سازمان میکنه، ولی این بار تا کنون صحبتی نشده و آماری را اعلام نکردن، علارغم اون هزینه هنگفتی که شاهدش بودیم. چرا این دفعه این اتفاق افتاده؟ خب چون که همونطور که تو برنامه‌های قبلی که قبل از این برنامه که سازمان و مجاهدین بخواد اجرا بکنه تمامی اون ترفندها و چیزاشون رو ما با فیلم و سند همه رو کردیم نشون دادیم. اولا محلی که اینا گرفتن بیش ماکسیموم نفرات ایستاده بخوان سرپا بریستن 7,000 نفر جمعیت میتونه در خودش جا بگیره. بعد سازمان مجاهدین میخواست در نظر داشت ارقامی در حدود 100,000 نفر رو بیان بکنه، یعنی جایی مانند استادیوم آزادی، در طوری که این یک سالونه که 7,000 نفر استاده میتونن چیز باشن. از طرف دیگه اینقدر افتضاحاتی که پیش اومده بود، اینها به اصطلاح ده توشون رو شده بود، خودشون دیگه از روشون نیومد، علی‌رغم اینکه آدمای خیلی چطور میگم به اصطلاح پر روی هستن که براشون این چیزا مسئله نه، اما این بار دیگه نتونستن عدد اعلام بکنن، فقط به چند تا به روزنامه محلی اکتفا کردن که روزنامه ها گفتن که 100,000 نفر در محل حضور داشته. اما چرا خود سازمان مجاهدین علی‌رغم که این برنامه چند ده میلیون دلار براشون هزینه برداشت که از نمایندگان از کشورهای مختلف از آمریکا، استرالیا و بقیه کشورها آورده بود، چرا اینو نمیاد بیان بکنه آمار بده؟ چون که میدونه تماما ما در این رابطه فیلم داریم، عکس داریم، خیلی راحتی میاریم اینها رو به مردم نشون میدیم، مردم دیگه دروغاشونو باور نمیکنن. به همین خاطر خیلی محتاطانه دست به عصا حرکت میکردن. و جالب همینجا اشاره بکنم به افرادی که به عنوان چیز اینها دعوت کردن، مثلا خانم نجات اوبکر به عنوان نماینده پارلمان فلسطین در این برنامه شرکت کردن. این خانم باش تماس میگیرن در دفتر مجاهدین در فراته، باش تماس میگیره میگه ما در پاریس یک برنامه داریم، از شما میخوایم در آن شرکت بکنیم. این خانم بوبکر با روزنامه القطر عربیه مصاحبه کرده در فلسطین که این انعکاس داده که اگه هم بتونم بخوام ما میتونیم آزادش اینا هم تو القطر عربیه رم تایپ کنم. مصاحبه خانم بوبکر، خانم نجات بوبکر، خودشون میتونن ببینن. بعد خبرنگار القطر عربیه از خانم نجات بوبکر میپرسه که انگیزه شما از شرکت در این برنامه چی بود؟ آیا شما واقعا به اهداف و نظرات مجاهدین ایرانی آشنا بودید و آنها را قبول داشتید؟ خانم نجات میگه هدف اولیه من رساندن پیام مردم فلسطین به گوش بقیه است. من از هر رسانه‌ای در این جهت استفاده میکنم، برای فرق نمیکند ایرانی باشد، سومالیایی باشد یا جای دیگر. خانم بوبکر در ادامه میگه مجاهدین از من خواستن بیام پاریس، آنها به من قول دادن که تمامی امکانات سفر را حل و فصل میکنن و سعی خواهند کرد که در این سفر یک هفته‌ای به من خوش بگذرد و من نیز با همون هدفی که گفتم به پاریس آمدم. باز در جای دیگه خانم بوبکر اضافه میکنه برخی از کسانی که، یعنی برخی از نمایندگانی که قبلا در این مراسم شرکت کرده بودن، به من گفتن مریم رجوی برای مجاهدین مانند ملکه است، او را میپرستن. اگر خواستی مورد رسیدگی بیشتر قرار بگیری کافیست که از مریم قجر از دانلو تعریف کنی. ما نیز برای افزایش کیفیت سرویس چند بار گفتیم که مریم خیلی زیباست، او رهبری خوبی برای شما خواهد بود.
در پایان روزنامه القطر علوی از خانم نجات میپرسه مجاهدان ایرانی رو چگونه آدم هایی دیدید؟ خانم نجات جواب مختصری میده، میگه برای یک هفته گردش در پاریس و در کنار رود سن آدم های بدی نبودن، قابل تحمل بودن. این به اصطلاح دیدگاه یک خانم پارلمانیه که سازمان مجاهدین آوردن اینجا و در حال تو بحث بعدی اشاره میکنم که این خانم در کنفرانس اسلام عربی کنفرانس عرب اسلامی که داشتن، این خانم باز داره اونجا از مریم رجوی تعریف و تمجید میکنه. و اما گزارش دیگه که این که میگم دانشجوهای خارجی رو میارن با کمترین هزینه، یکی از خانوم هایی که به اسم آلینا المیکووا دختر دانشجوی قزقزیه که مدتی به عنوان خبرنگار آزاد با سرویس قزقزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری میکرده، که در این رابطه یک ایمیلی از طرف یکی بهش میرسه، یعنی از طرف یکی دفتر سازمان مجاهدین در شهرشون در پراگ، به اون میگن که اگر با یک آگاهی در واقع روبرو میشه، به اون گفته میشه که اگر میخواهید به پاریس با کمترین هزینه، که خودش میگه قیمت باور نکردنی برای یک دختر دانشجو، بلیط و رفت و برگشت یک هفته اقامت در هتل 4 ستاره همراه با صبحانه، که اینم با به خاطر که قیمت پایین بوده خانم میپذیره. که من ادامه این گزارش که آقای محمد زرقامی از رادیو فردا با این خانم که خودش یکی از خبرنگاران رادیو آزاد که همون یکی از شعبات رادیو فردا هست و اینن تو مختصرشو میخونم. اساسا آنها که به این سفر آمدن بیشتر دانشجو بودن و همه شیفته قیمت پایین این سفر شده بودن که میشد حدودا 150 هزار تومان بدهی و مدتی را در پاریس بمانی. من اونجا جوانهایی را از روسیه، جمهوری چک، اوکراین و آسیای میانه دیدم. همونطور که از کردن 150 هزار تومان میشه 65 الا اگه بازار رسمی بخوام بگیرن 65، اگه به قیمت دولتی بخوام بگیرن 50 دلار میشه. در حالی که مسافرت از کانادا به پاریس با هتل 4 ستاره تقریبا نزدیک 9000 دلار هزینش میشه. البته دوستانی که بیشتر مسافرت کردن بعضا نظرشون بیشتر از این بود. شما خودتون که آقای سوربی در آمریکا هست، شما که اهل مقدره که چنین پول نداری مسافرت نمی کنید، حداقل فکر کنم تو جریان قیمت ها باشید، بخاطر که با اینترنت و اینا سر کار دارید، این قیمت ها همش تو اینترنت هست. که این نماینده هایی که از آمریکا آورده بودن تماما با این قیمت در هتل 4 ستاره برشون جاده بود. و همینطور این خانم دانشجو میگه جوانان دیگری ایمیلی برای برگزار کننده تور فرستادن، اما خودش میگه همونجا پرده ای پی بود که کاسه زیر نمیکاسه باشد، اما ترسی به دل راه نداد. آلینا سپس ادامه میداد که برگزارنده کننده تور برایش توضیح داد که او باید در یک تظاهرات سیاسی در پاریس هم شرکت کند، پرچم دست بگیرد و شعارهایی به زبان فارسی بدهد. که اینجا اسم اون خانم رو نمیاره، میگه اسمش رو محفوظ نگه میدارم و با تعداد دانشجوها که میان که میگه هیچ کدوم از اونها حتی یک کلمه فارسی هم نمیدونستن و در تا مسائل مطلقا بیغ بودن، یعنی هیچی نمیدونستن و فقط به این خاطر که یک تور مسافرتی خیلی خوبی هست میپذیرم. که میگه با 31 خرداد ساعت 9 شب در یک هوای سرد و بارانی، آلینا با همراه بقیه هم دانشگاهی های قزقیزی که از ترمینال با اتوبوس پراگ می اومدن، همه مسافرین بودن که سوار 8 اتوبوس شدن از پراگ به پاریس اومدن که تماما جوانان دانشجو بودن، که میگن از طریق اینترنت به اصطلاح این تور مسافرتی به دست آورن یا به نوعی استخدام شدن. چون که این دختر که اهل قزاقستان میگه هیچ کس به درستی هدف این سفر اطلاعی نداره. و یکی از دخترانی که اهل روسیه بوده که میگه از سفرش که از بسطلا اون خانم روسیه فقط از این دفاع میکرده، چون که قبلا هم با مجاهدین به این برنامه بوده، گفت ما میریم برای دفاع از حقوق زنان ایرانی. اما همین خانم ادامه میده که در میان این حرفا که رد و بدل میشد، میگفت کسی برای زنان ایرانی اهمیت نمیداد. حتی آلینا با پسری که از آلمان اشاره میکنه میگه تماما اینها که اومده بودن فقط به خاطر تور مسافرتی بودش،
وقتی که اینو به پاریس میرسن مسافرها متوجه میشن که از هتل 4 ستاره خبری نیست، وعده هایی که داده شده خبری نیست، صبحونه گرم خبری نیست. اینها رو به یک هتل در 60 کیلومتری پاریس میبرن که همون استان اولدواز نزدیک مقر مجاهدین، مقر مرکزی مجاهدین که همون قلعه علمود یا قلعه اوورسو اولدواز محسوب گفته میشه، تو همون اولدواز میبرنشون اینها رو، هتلایی که در اونجا رزرو کرده بودن. و وقتی هم که اینا رو برای برنامه میبرن نزدیک فرودگاه شارل دوگل، اونجا عده نگهبان شخصی که وازد منطقه رو به دست داشتن با پرچم‌های زردی که اینها رو راهنمایی میکردن که بیان. در اونجا تمامی دوربین‌های عکاسی و تلفن و وسایل هوشمند اونها رو میگرفتن که اما خانم الینا با دادن مقداری پول یعنی رشوه به یکی از نگهبان‌ها، دوربین و تلفن خودش رو به داخل میبره. میگه در حدود 10,000 نفر در این سالن جمع شدن که به همه شرکت کنندگان کوپن‌های برای ساندویچ و نوشابه مجانی داده میشد که در همون سالن بخوان سرو کنن. و در همونجا خبرنگار رادیو فردا که با این دانشجوها رفته بود اونجا و این تو این جریان قرار داشته، میره با سخنگوی سازمان مجاهدین در پاریس در میان میذاره که آقای شاهین قبادی بوده که از سخنگوی سازمان مجاهدین، که شاهین قبادی سخنگوی این سازمان طرح این گونه موضوعات رو توطئه سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانستن. پس معلوم شد که تا جمهوری اسلامی سازمان اطلاعاتی خیلی زیادی داره که حتی در برنامه ویلپن هم اونجا تسلط دارن و توطئه کردن بر علیه سازمان مجاهدین. و گفت که آنها از هفته ها قبل برای بی‌اعتبار کردن این نشست سیاسی برنامه ریزی کرده. این موضوع که شما گفتید فوق‌العاده مشکوک کرد، هیچ ربطی مطلقاً به سازمان مجاهدین و شورای ملی موقت ندارد. توجه کنید که ما در رابطه با رژیمی که در ایران توبت می‌کنیم که حرم امام رضا رو بمب‌گذاری می‌کنند و به گردن مخالفین می‌اندازند. این موضوع بود که رادیو فردا انعکاس داده بود و همینطور چنین گزارشی و روزنامه هفته نامه کانادایی انعکاس میده به خبرنگارش آقای مایکل پیترو هستش که هفته نامه مک‌لینز در کانادا در گزارش فایس ساخت که سازمان مجاهدین برای پر کردن ویلپن در فرانسه از افراد غیر ایرانی برای پر کردن صندلی هایی که برای جشن هر سال برگزار میکنن اونجا استفاده کرده، که باز اشاره میکنه به مصاحبه ای که خبرنگار رادیو فردا با دانشجو قزقیزی که در رادیوی آزاد اروپا کار میکرده به اصطلاح توضیح میده و اشاره کرده اون مدرک سندش از اونجا میاره و اشاره میکنه که با هزینه اندک یک تور تفریحی به پاریسه که همه از اون استقبال میکنن غیر ایرانی که بخوام برن برای این برنامه. و همینطور ادامه میده این هفته نامه کانادای مک‌لینز که امسال از پارلمان کانادا هیچ نماینده در این مراسم شرکت نکرده، علیرغم که پارسال یکی دو نفر شرکت دادن، امسال کسی از کانادا در این برنامه اینها شرکت نمی‌کنه، چون که به اصطلاح این سفرها هزینه خیلی زیادی داره، که علیرغم این که سازمان مجاهدین پذیرفته بود که هر کدام از نمایندگان از پارلمان کانادا هم بخوان بیان میتونه به اصطلاح تقبل میکنن هزینه‌شو بپردازن. بعد در همین رابطه که میگم این آقای مایکل پیتره بلافاصله اضافه میکنه که این هم جدیدترین نامی است که مجاهدین برای خلق برای خود در کانادا گذاشتن، که بنا گفته کرو هزینه این سفر و اقامت ادایی که توسط شورای ملی مقاومت دریافت بالغ بر $2,000 بوده که هزینه بلیتش رفت و برگشتش بوده، که در فضای به اصطلاح خیلی امنیتی این دانشجوها رو آوردن اون که براشون مسئله نیاد. اما از پس لحظه های این موضوع در ایالت کالیفرنیا در شهر سندیاگو بود. آقای شهردار روبرت فیلر که از شهر سندیاگو، شهردار شهر سندیاگو است، در این برنامه شرکت کرده بود، انجمن شهر سندیاگو این موضوع رو به روزنامه های شهر روزنامه های روز
این شهر سندیاگو میکشه که میگه باید آقای شهردار بیاد توضیح بده که این هزینه علارغم وضع اقتصادی و تحریم های و وضعیت اقتصادی بدی که ما داریم، این هزینه سنگین این آقای شهردار آقای روبرت از کجا آورده رفته برای پاریس. و آقای روبرت که شهردار سندیاگو باشه در یک مصاحبه با روزنامه جواب خیلی خنده‌داری داره میده، میگه من برای این سفر کردم هزینه آن خیلی خیلی کم بود و من برای پاریس مسافرت کرده بودم که برم در اونجا برای شهرمون کار پیدا بکنم، کاریابی بکنم، بتونم به لحاظ اقتصادی کمک کنم به شهرمون. ببخشید آقای کرمی، این اسم این شهردار اگر بتونید کامل بگید، چون الان شهرداری که توی سندیگو هست با مشکل بزرگی روبرو هست، میگن هر زنی که در دفتر ایشون کار کرده مورد به اصطلاح چی میگن، نه تجاوز جنسی ولی به اصطلاح سوء استفاده های جنسی. و اگر این همون باشه، شهردار فعلی باشه، معلوم میشه که خب این مهمان ها همشون افرادی هستن مثل آقای نوت گینگریچ که از لحاظ سکسی خیلی اینجا مسئله داشته و داره، آقای جولیانی و این آخریش هم شهردار سندیگو. اگه این اسمش رو دوستان بتونن کامل پیدا کنن که ما ببینیم این همین شهرداری هست که الان مورد بازخواست است در آمریکا، ممنون میشم. بفرمایید. بله، این همون آقای شهرداری است که شما اشاره کردید، این همون آقای شهردار است مثل آقای پاتریک کندی، مثل جولیانی، و اینها یک کیفهایی هستند که یک به یک هر کدومشون روز به روز الان داره دستشون رو میشه که تماما مسائل اخلاقی مسائل جنسی داشتن و همشون پرونده دارن. آقای روبرت فیلر که من همون عکسشو براتون میفرستم، همون اسمشو که بخواید شما، چون که اگه تو سایت های مجاهدینم که مراجعه کنید آقای روبرت فیلر با عکسش گذاشته که داره صحبت میکنه در همین ویلپن، که حالا من اینو براتون ارسال میکنم که هموطنانی که دوست داشتن میتونن ببینن. بله، من همین الان روی گوگل دارم میبینم سان دیگو میر اکیوز از سیکشوالی هراسینگ ویمن، یعنی همون آزار و اذیت‌های جنسی به زنانی که این به اصطلاح باهاشون کار میکرده و اونها مجبور بودن چون این قدرت داشته به اصطلاح از این دستورات این اجرا کنن، با وجود وری شکایت کردند و الان شکایت مورد رسیدگی است. بفرمایید. بله، البته تنها این آقا وضعیتش اینطور نیست، همونطور که شما اشاره کردید آقای جولیانی هستش، آقای پاتریک کندی هستش و الان 3-4 تا دیگه هستن که یکیشون هم همون 2 روز پیش بود که حالا من اینو تو فرصتی شد که فیلم رو داری نشون میرم اونم اسمشو میارم که اینجا اعلام کنیم که اینها تماما پروندهشون رو شده و در دادگاه دارن رسیدگی میکنن. خوشبختانه دادگاه های اروپا یا آمریکا مستقل هستن و هر شخصیت سیاسی در هر سطح مداری باشه به راحتی پروندهش رو رو میکنن و همه چیز رو به سیستم قضایی سپردن و حل فصل میشه. و اما یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که در همین شو ویلپن در پارکینگ شو ویلپن افتاد، متاسفانه یک جوان 20 ساله افغانی به نام نجیب متاسفانه جونش از دست داد و موضوع به این شکل بود که سعید مسئول نیرویی فرقه رجوی در پاریس مراجعه میکنه به پارک گردلس. پارک گردلس تمامی ایرانی ها که تو فرانسه هستن میتونن، محلی که آواره های افغانی و ایرانی اکثرا در اونجا بودن، به خصوص افغانی همه در اونجا هستن، که توسط سعید اینها رو دعوت میکنن، میگن که آقا بیاید در بریم برای ویلپن مانند هر سال اونجا غذا میدیم و بهشون همون 40 یورو به این افغانی ها به اکثرشون میدن. وقتی که برنامه تموم میشه این آقای سعید با دوست و دخترش در کنار پارکینگ، برنامه که تموم شده با دوست و دخترش کنار پارکینگ نشسته بودن، یکی از اتوبوس هایی که نفرات داشته با هلند میبرده، حالا یا راننده مست بوده یا حواسش نبوده، چرخ جلویی که از مقابل اینو رد میکنه، چرخ عقبش متاسفانه رد نمیشه، روی جدول که نشسته بودن از روی کمر، یعنی از روی باسن آقای نجیب که یکی از پناهنده های افغانی بودش، رد میشه و وی در جا تموم میکنه، یعنی فوت میکنه.
چون که اعصابش قطع شده بوده، نخاش قطع میشه و به خاطر خونریزی اینا دیگه آقا کشته شدش. و اونجا خب این دوستای افغانی نجیب که اونجا بودن شکایت میکنن، پلیس میگه مسئله به پلیس میکشونن و مسئله رو پیگیری میکردن، میبرنش بیمارستان و بعد از دو روز هم جنازه این جوان 20 ساله رو میفرستن برای خانوادهش. خانواده‌ای که جوانش رو در سن 14 سالگی روانه اروپا کرد که بتونه از دست طالبان نجات پیدا بکنه، براشون نان بیار خونه باشه، فرستادنش اینجا. بعد از 6 سال که به سن 20 سالگی رسیده بود، جوانی بود 195 سانتی قد، 4 شونه، هیکل ورزشکاری داشت. خانواده که چشم به راه بودن که براشون خرجی ببرسته، متاسفانه جسدش به دستشون رسید. و چیزی که خیلی خیلی جای تعجب داره، فرقه رجوی اصلا به این موضوع نپرداخت، در حالی که 1500 کیلومتر اونورتر توی شهر یا روستایی که برای یک فردی اتفاق میفته، سریعا میان دنبال هم، اطلاعیه میدن، در بوق و کرنا میکنن. مریم غجر از لانلو میتینگ میذاره، کلی بر این میدمن که آیا چنین اتفاقی افتاده. اما در میتینگ مریم غجر ارزدانلو در فاصله 20 کیلومتری محل خواب این خانم که با استان اوزداد فاصله خیلی کمی داره، یک جوانی که یکی از مسئولین مجاهدین بردتش اونجا، اینو میکشن. اینا میگن خودشون میگن اعتراض. بعد از دو هفته وقتی که دوستای افغانی این نجیب سعید مسئول نیروی مجاهدین رو میبینن، اصحار بی اطلاعی میکنه، میگه من تازه متوجه شدم و معذرت میخوام، و نه از جانبتون، فقط خودش میگه من معذرت خواهم، متوجه نبوده، من خبر نداشتم. چطور میشه که داخل میتینگی که اینو برگزار کردن یا شوی که برگزار کردن یک نفر کشته میشه و مجاهدین خبردار نمیشن، اما از 1500 کیلومتر برتر یک مگسی که پرواز میکنه اینا خبردار میشن؟ به چه دلیل سازمان مجاهدین نمیخواست به این مسئله بپردازه؟ علتش اینه که هموطنان عزیز، اگر سازمان مجاهدین در این رابطه اطلاعیه میداد و عکس العمل میداد، میپذیرفت که چنین چیزی هست، اینجا با پیگیری قضایی مواجه میشد. البته خانواده و دوستان نجیب، عمو و عموزاده‌هاش در اینجا مسئله قانونیش کردن، شکایت کردن دست مریم غجر از لانلو و سازمان مجاهدین که باید بیان به دادگاه و جواب بدن و مخون باهای این جوانو بدن. اما سازمان مجاهدین از بعد سیاسی مطلقا هیچ جو به این مسئله اشاره نکرده، انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده. اما متاسفانه باید به مریم غجر از لانلو گفت اینجا اروپا است و قانون وجود داره و قانون داره عمل میکنه و شما را به دادگاه میکشن تا بخواید جواب بدید، مگر اینکه بخواید مثل بقیه برنامهاتون که تو دادگاه بود بخواید به نوع این مسئله رو با هزینه با پول حل فصل کنید. اما در ادامه همین باز با شیوه و کلکی که سه تا اتوبوس کارگر سودانی، یعنی کارگرهای سودانی که در هلند کار میکردن، با عنوان کارسوار میکنن، میارنشون پاریس. بهشون نمیگن چه کاری، میگن آقا شما کار میکنین؟ آره. روزانه چقدر؟ بهشون میگن، میگن خب میایین برای ما کار میکنین. سه تا اتوبوس پر کردن آوردن از هلند به اینجا. اینجا در حد این که بخوام بدن چند تا صندلی جابجا بکنن که بهانه چیز نباشه، بهشون گفتن آقا شما بخورید، اینجا هستید، پولتون هم میگیرید و میرید. اونا هم خب از خدا خواسته 4 5 روز اینجا بودن، هزینه شون رو گرفتن و ماکسیمم هر کدومشون 20 تا صندلی جابجا کرده بودن. و اما از این هزینه‌ای که سازمان مجاهدین برای ویلپند خرج کردش، به خاطری که مواجه بگیران زیادی آورده بود اینجا، نمیخواست اینها رو به راحتی از دست بده. روز بعد از ویلپند، یعنی روز اول تیر که برنامه ویلپند، روز بعدش اینها اقدام کردن در درون همون اوبرسورواز تشکیل کنفرانسی با مواجه بگیران عرب خود برگزار کردن که به اسم کنفرانس اسلامی عرب، معذرت من اینو بخوام دقیق تر اسمشو بگم، کنفرانس عربی اسلامی که تماما مواجب بگیران سوری، مصری، لبنانی، اردنی که اکثرا هم این از سوریه که میگم تا
تمام این وحوش تروریستی که در سوریه دارن مردم رو قتل عام میکنن اونها رو به عنوان نماینده سوریه آورده بود. و این برنامه رو که ضبط کردن 18 روز بعد، یعنی روز 19 تیر مصادف با 10 جولای، این مصاحبه رو پخش کردن، میخوان به اصطلاح کارشون رو گستره کردن بگن که ما کارمون ادامه ده. در که این فیلم خبراتی که از اوورسورواز به دست ما رسید، روز بعدش در اونجا دوتا برنامه بود که یکیش همین کنفرانس عربی اسلامی بودش ضبط کردن که در همونطور گفتم در تاریخ 18 تیر، در تاریخ 19 تیر یا 10 جولای پخشش کردن. و برنامه بعدی که تحت عنوان کنفرانس هیئت‌های نمایندگی کانادا، استرالیا، اروپا، باز همون روز بعد از این کنفرانس عرب اسلامی ضبط کردن برنامه شو، این چیزها رو با مریم غجر اصلان کردن، در 23 روز بعد، یعنی در تاریخ 24 تیر یا 15 جولای، اینو بودن روی سایت ها خرش کردن. خب چرا داره این کارو میکنه سازمان مجاهدین؟ به این خاطر که از یک طرفی برای سی خرداد که اول تیر برنامه‌شون رو گرفته بودن، هزینه خیلی زیادی خرش کردن که تونستن بیارن، و همه این افراد رو نتونستن در ویلپن خرش بکنن، اینها رو تعدادشون رو برنامه رو ضبط کردن و در طی این مدت تو این دو نوبت به اصطلاح آمدن اینا رو تبلیغات سیاسیشون میخوان سوء استفاده شو بکنن، که ما الان داریم اعلام کنیم و این برنامه از قبل ضبط شده که دستشون رو میشه برای هموطنان عزیز. و البته با توجه که به ماه رمضان هستش، فرقه رجوی در چند روز آینده تحت عنوان افطاری برای تعدادی از مسیحی ها که در همون استان اوزدواز از مواجه بگیران رسمیشون هستن و تعدادی عرب رو دعوت کردن که میخوان بهشون افطاری بدن. حالا این مسیحی هایی که از اوزدواز و یا از پاریس جمع میکنن میبرن، از افطار چی حالشون میشه، از رمضان چی حالشون میشه، این جای خود دارد. البته اینها همشون ثابت هستن، میدونن که توی موقع برای چی دارن میرن، و تنها کاری هم که میکنن دو دقیقه صحبت میکنن که مریم غجر عزیزانلو آدم خوبیه، این باید اینا برگردن به اشرف، اینها جاشون در اشرف، اینها رو باید حمایت بکنن که برگردن به اشرف. اینا رو هم مرض اشرف رو گرفتن، در صورتی که نمیدونن اشرف در شرقشون هست یا غربشون. و اما این نکاتی بود که در رابطه با ویلپن و پس لحظه های اون داشتیم، که یک فیلمی در همین رابطه هست که 5 دقیقه میشه، که اگر بشه آقای صبح شما لطف کنید این فیلم رو پخش کنید، من ترجمه فارسی اینو برای هموطنان عزیزمون بخونم. بله اجازه بدید من از الان این فیلم رو دارم پخش میکنم، یه مقداری اولش انگلیسی مینویسه بعد شروع میشه، ولی شما صحبت کنید، دیگه خود دوستان با دیدن این متوجه میشن که ماجرا کجا به کجاست. بله تیتر اولش هست ویلپن، 22 ژوئن 2013. چیزی که اینجا میبینید میتینگ مجاهدین خلق هست، ارگان مجاهدین خلق ایران. چیزی که میبینید یک شرطبندی موفق میباشد. هزاران نفر آمدن که از مریم رجوی در 22 ژوئن پیشباز کنند، در صورتی که اگر کمی عمیق نگاه کنیم جمعیت همونهایی هستن که در پارکینگ مشاهده شدن، هزاران توریست، اتوبوس های پر توریست از لهستان، اوکراین، آلمانی، آفریقا و چند تا نقطه. اینها برای تنها یک چیز آمدن، یک تعطیلات آخر هفته، یعنی ویکند در پاریس با هزینه مجاهدین. این فرقه حالا دیگر رو در وایسی نمی کند، یا به عبارتی ابایی ندارد، به هر شکلی میخواهد قدرت خود را نشان بدهد. میبینید فقط یک نمایش توریست های مختلف است، توریست هایی که مجبور هستند بمانند برای یک نمایش که هیچ کدام دلشان نمیخواهد که شرکت داشته باشند، ولی مجبور هستند. یک تعطیلات آخر هفته که این فرقه هزینهش را میپردازد، یک ساندویچ مجانی و یک نوشابه. اما واقعیت یک چیز دیگر است، این صندلی های خالی رو ببینید، برای افراد خودشان هست. آنها هم سردرگم هستند و نمیدونن با این پرچم ها و روپوش ها چه کار کنند. استرون استیونسون از سیاست مدار هایی است که جهت مشارکت در این سخنرانی به او پول داده اند.
رتبه نماینده پارلمان اروپا از اسکاتلند است. استیو عضو محافظه‌کاران اسکاتلند است. در سالن فیلم حمله به اشرف را برای شرکت کننده ها نمایش می دهند. اما یک فیلم عجیب و غیر واقعی. اما همه فیلم با یک دوربین است که همه‌اش تکان می خورد. یک نفر هم است که جلوی دوربین می دود. چند انفجار. ولی هیچ چیز واقعی نیست. ویدیو که تمام می شود مجری می آید مریم رجوی را معرفی می کند. مریم رجوی زیر کنترل شدید محافظین وارد می شود. چیزی که عجیب هست سکوت قبل از ورود مریم رجوی نیست، بلکه هیجانات مردم بعد از ورود رئیس فرقه می باشد. استراب لحظه است که آدم احساس می کند که نگاه های سنگین سگ های نگهبان را که در پی کنترل افرادی هستند که تشویق نمی کنند چشخوره می روند. به کسانی که پرچم ندارند چشخوره می روند. یا افرادی که هنوز روی صندلی خود نشسته اند چشخوره می روند. اینجا متوجه می شویم همه چیز تحت کنترل است. همه چیز زیر نظر و کنترل شده می باشد. وقتی رئیس فرقه صحبت می کند همه باید سکوت کنند. مردم موقعی می توانند تشویق کنند که با آنها دستور داده می شود. در توی سکوت فریادی شنیدم. شنیدم می گفت دروغگو، این یک فرقه است، اینها تروریست هستند. اینها کلماتی است که به این سازمان سزاوار است یا به قواره این سازمان می خورد. این حرف های افرادی است که موفق شدن خودشان را از این فرقه نجات بدهند. افراد توانستند کاری انجام بدهند که افراد معدودی می توانند انجام بدهند. افرادی هستند حاضرن هر کاری بکنن و اعلام کنن این یک مسخره بازی است، یک بازی دروغین را افشا کنن. وقتی از آنها میپرسم شما چه کسانی هستین، یعنی از همونهایی که اونجا دارن اعتراض میکنن، میگوین یک عده شهروند فرانسوی هستین، فرانسوی هایی که هوشیار هستین، حاضر نیستین در خاک ما فرقه‌ای بتواند فعالیت انجام بدهد. این فرقه زمانی که ما خوابیم آنها بیدار و در حال رشد هستند. همونجا نگهبان‌ها یا بادیگارد‌های شخصی مریم رجوی او را می‌گیرند. منظور شخصی است که اقدام به پخش بروشور کرده در داخل سالن که تو فیلم می‌بینن که در سه مقطعه بروشور پخش میشه، پرت میشه تو آسمون و به زور بیرون میبرن. اون افشاگری میکند و ادامه میدهد که آنها خائن هستند، تروریست هستند، آنها یک فرقه هستند. ساده است که بخواهی وارد یک فرقه بشوی، مشکل و سختی موقع بیرون آمدن است. ما یکی از بروشورهای پخش شده در سالن رو به دست میآوریم که روی آن نوشته این چهره واقعی مجاهدین است. خطر خطر، نگذارید اینها قربانی جدید بگیرند. که اشاره میکنه به عکسی که نفری که در که خودش رو آتیش زده اونو داره نشون میده. در واقع وقتی یکی از معترضین سوال کردیم چرا آنها این کار را انجام میدهند، جواب داد نباید امید را از دست داد، برای اینکه کسی که امید را از دست میدهد به راحتی میشود گولش زد و به راه دیگر انداخت. این چیزی است که مریم رجوی میخواهد، این امید کاذب که بتواند این گونه افراد رو گول بزند و سوء استفاده کند. این چیزی است که رجوی میخواهد. در ادامه روی بشورها اطلاعیه دیدبان حقوق بشر که در سال 2005 مصاحبه با نفرات جدا شده آقای محمد صبحانی، یاسر عزتی، علیرضا میرسکری، امیر موثقی، فرهاد جواهران بوده رو ثبت کرده. در مجاهدین زوجها باید جدا شوند و طلاق بگیرند. در مجاهدین آزادی این است که خودشان حقیر کنند برای رهبرشان. توی مجاهدین آیا ما آزاد هستیم که بیرون برویم از آنها سوال کنیم؟ که فیلمش خیلی واضح بود که توی هموطنانی که فیلم رو دیدن با این ترجمه فارسی خواندم خیلی واضح بود براشون. و اما اگر در اتوب ویلپند سوالی چیزی باشه من در خدمتتون هستم آقای سوربی. ممنونم. پس میشه گفت که این به اصطلاح یه انعکاس بدی داشته در چی میگن نسبت به حتی برنامه‌های خودشون در سالهای گذشته.
دقیقا به همین خاطر ما هم اسم این قسمت بحثمون رو گذاشتیم پس لرزه های ویلپن، چون که لرزه بود که به همین خاطر که گفتم این توضیحی که الان دادیم به این دلیل بود که مجاهدین آبروشون دیگه روشو نمیشد بیان آمار اعلام کنن، چون که خیلی واضح دیگه نفرات رفتن دارن در نشست مریم غازی اعتراض میکنن بهش. بله ممنونم از شما. یه فیلم دیگه هم هست بعد در رابطه با انتقال افراد از کمپ موقت لیبرتی صحبت میکنیم. ضمناً توی این برگزاری ها اینها بیشتر اینها شعاراشون اشرف اشرف بود، یعنی اینها هنوز اون مسئله اشرف رو باور نمیکنن یا به دست فراموشی نمیسپرن. به نظر شما چیه این ماجرای اشرف؟ داستان من اگر بخوام با اجازه شما یک گزارش مختصره از وضعیت کلن نفراتی که تونستن از لیبرتی خارج بشن و یک چیز کنم تا به یک مقدار این زمینه‌هاش که توضیح بدم، بعد بیام این قسمت که کاملا موضوع روشن شده باشه. بفهم. تا الان 109 نفر به کمپ لیبرتی رفتن. از این 109 نفر در مقاطع مختلف بوده که 38شان در همین این 20 روز اخیر بوده و 7 نفر به آلمان رفتن، 2 نفر به نروژ رفتن که نفر اول 45 روز پیش رفته، نفر دوم تقریبا 10 روز پیش رفته و 1 نفر به آمریکا رفته. این تعداد کل تعداد آمار نفراتی است که موفق شدن از کمپ خارج بشن. علت این هم که تونستن خارج بشن فشارهای اعضای جدا شده، مصاحبه و افشاگری هایی بوده و یا قلم زدن هایی بوده که اعضای جدا شده هر کی به سهم خودش و در توانش که بوده مصاحبه کرده، افشاگری کرده، توضیحاتی داده و از طرفی هم زحمات شایانی بود که آقای مارتین کوبلر واقعا تسلیم جفسازی و هوچیگری های سازمان مجاهدین نشد و به کارش ادامه داد و با پافشاری که کردش موفق شد بر این راه این تلس و این راه باز کنه که مجاهدین بتونن از اینجا خارج بشن. اما چرا فقط مجاهدین در این 20 روز آخر 38 و چون که مجاهدین قبلا هر یک ماه 14 نفر رو میفرستن آلبانی، داشتن کم کم قطر چکونی داشتن اینها رو آزاد میکردن و آلمان که 100 نفر رو پذیرفته 7 نفر قرار رو بفرستن. اما چرا این 20 روز آخر 3 تا اکیپ، یعنی یک اکیپ 14 نفره، یک اکیپ 7 نفره، یک اکیپ 7 نفره فرستادن؟ خیلی واضحه اینها به این دلیل این کارو کردن که میخواستن به نوعی اعلام کنن و موضع‌گیری بکنن، همونطور که البته مریم قجر عزیزانلو موضع‌گیری کرد بر علیه آقای مارتین کوبلر. اینها میخواستن به اصطلاح با این کاری که کردن میخوان فشار بیارن بگن که تا به این خاطر ما نمیتونستیم نفرات جا به جا بکنیم که آقای مارتین کوبلر در اونجا بود و نمیذاشت، در طوری که تمامی مجامع بین‌المللی، سازمان ملل، عفو بین‌الملل، شورای امنیت، دیدبان حقوق و صلیب سرخ جهان، تمامی یونامی، تمامی اینها شاهد هستند و حتی نماینده وزارت خارجه آمریکا در اونجا شاهد هستند که آقای مارتین کوبلر تمامی تلاش میکرد که بیشتری نفرات رو بتونه از اون کمپ بفرسته برن، حتی 210 نفر میخواست در یک نوبت بفرسته، اما سازمان مجاهدین چیز نمیکرد، حاضر نبودن. همینطور الان آلمان که نزدیک یک سال میشه که آلمان هم پذیرفته که 100 نفر رو ببره بپذیره، اما مجاهدین فعلا 7 نفر رو فرستادن، دقیقا نصف آلبانی 14 نفر به 14 نفر هم فرستاد، اینجا 7 نفر. و از این نفراتی هم که داره به آلبانی میفرسته تعدادی از فرماندهان ارشدشون هستن، یعنی تشکیلاتشون رو داره میفرسته اونجا، که در برنامه قبل بود که من افشا کردم که خانم فرزانه میدانشاهی به عنوان فرمانده جبهه اونجا از طرف شخص مسعود رجوی انتصاب شده و بقیه فرماندهانی که من در نام اطلاعیه‌ای که به همین ترتیب بیرون دادم توشون اشاره کردم که کنون فرماندهای فرستادن اونجا که بتونن تشکیلات رو در اونجا دوباره راه اندازی بکنن. و همینجا جا داره اشاره بکنم که در همزمان که ویلپند اینجا جشن داشتن
خانم فرزانه میدانشاهی، یکی از هتل‌های سالن هتل‌های در ترانا پایتخت آلبانی رو کرایه میکنه که در اونجا به اصطلاح میخواستن مستقیما ویلپند رو ببینن برنامه شو، که از تمامی نفرات که اونجا بودن 71 نفر دعوت 70 با خودشون میشن 71 نفر دعوت میکنه، میگه که بیایید شما هم برنامه شرکت بکنید، موقع خواهر مریم رو ببینید، اینا که به اصطلاح نقش دایه مهربانتر از مادر داشته برای بچه ها بازی میکرده، که در اونجا با توجه به فرماندهانش اونجا که اونجا بودن فقط 10 نفر در این برنامه شرکت کردن، 60 نفر حاضر نشدن از اون تعداد قبلا اونجا اون زمان 71 نفر بودن، 60 نفر حاضر نشدن شرکت کنن. و اینم علت اینه که چرا سازمان مجاهدین خب قطره چکونی داره چیز میکنه اینها رو میفرسته. در واقع برمیگرده به سوال اولی که شما کردید. اگر هموطنان عزیز اخبار رو پیگیری کرده باشن میبینن که سازمان مجاهدین الان به ادعای خودشون نزدیک 3 سال است که در مقابل ژنو، در مقابل دفتر مرکزی سازمان ملل در اونجا تحصن دارن و شعار میدن که مجاهدین باید برگردن اشرف اشرف اشرف، تمامی مواجب بگیران آمریکایی، کانادایی، عرب، غیر زال، هر کی میاد اونها هم این مرض گرفتن که میگن مجاهدین باید برگردن اشرف. چرا اشرف؟ این سوال اصلیه که چرا اشرف؟ خب چرا همین هموطنانی که ادعا دارن که دلشون برای اون جوانانی که اونجا هست میسوزه، میخوان اونها از لیبرتی نجات پیدا بکنن، چرا اینها تظاهرات نمی کنن در کشورهای اروپایی که کشورهای اروپایی تحت فشار قرار بدن که شهر این هموطنانمون که در اونجا اسیر هستن اینها رو به عنوان پناهنده بپذیرن؟ چرا به کشورهای اروپایی، به دولت‌های اروپایی فشار نمیارن که این پناهنده رو بپذیرن؟ 3000 نفر میگه برای اروپا چقدر هستش؟ چرا؟ چرا همه شعار میدن اشرف؟ واقعیت این است که در کمپ اشرف، در همون کمپ سابق اشرف که حدودا نزدیک 100 نفر در اونجا هستن، شخص مسعود رجوی در اونجا پنهانه. تمامی تلاش سازمان مجاهدین اینه که بتونه این افرادو که به فشار مجامع بین المللی و به فشار وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا از اشرف رفتن لیبرتی، اینا رو دوباره برگردن اونجا، اینها رو بکنه سپر انسانی، دیوار گوشتی برای شخص مسعود رجوی. هموطنان عزیز، علت تمام این زوزه هایی که سازمان مجاهدین و شخص مریم رجوی، مریم قذر از دانلو میکشه که و بقیه مواجه بگیرانشون که دائم دارن گلو خودشون رو پاره میکنن، میگن برگردن اشرف، برگردن اشرف، فقط و فقط به این خاطره که شخص مسعود رجوی در داخل قرارگاه اشرف در اونجا مخفی شده. میدونن که اگر بخواد بیاد بیرون پلیس اینترپول و دولت عراق اینو دستگیر خواهد کرد و به خاطر جنایت هایی که در عراق در زمان کردکشی، شیعه کشی و در حق اعضای مخالف و معترض که میخواستن از اونجا خارج بشن و زندانشون میکرد، شکنجه میکرد و میکشتشون، باید دادگاهی بشه. فقط به این دلیل ساده است که میخوان این 3000 نفر گوشت دم توپ بکنن فقط به خاطر شخص مسعود رجوی. میگن مسعود رجوی چه ارزشی داره که باید 3200 نفر براش کشته بشن؟ اگه کشته شدن این افراد خوبه، چرا خانم مریم قجر از دانلو و بقیه فرماندهان ارشدشون که در کنار رود استن در اولدواز لنگر انداختن در کاخ قدیمی نقاش قرن 16، چرا این کاخو ترک نمیکنن برن اشرف؟ چرا اول خودشون قدم بر نمیدارن که بعد بخوان لیبرتی بره اونجا؟ اگه مرکوبه خانم مریم قجر از دانلو و بقیه سران و فرماندهانی که در پاریس هستید، لود کنید خودتون اول برید اشرف، بعد اون موقع بخواید که بقیه اسیران از لیبرتی بیان اشرف. اگه گوشت دم توپ، اگه مردن خوبه، پس اول خودتون. یک ضرب المثلی هست که میگن یک سوزن به خودت زن، یک جوال دوز به دیگران. شما راست میگید، خودتون برید از بینیتون یکم خون بیاد، بعد بقیه باشه میرن جلو گلوله که کشته بشن. این سوالی بود که من نمیدونم چقدر تونستم براتون توضیح بدم آقای سوربی، که چرا مجاهدین این همه دم میزنن از اشرف. ممنونم از شما. یه فیلمی داریم در رابطه با همین دوستانی که از کمپ
لیبرتی به آلبانی رفتن، میخوان اون رو نشون بدیم. در همین رابطه هم خانم سلطانی صحبتایی دارن، با ایشون صحبت کنیم تا شما هم یک استراحتی کرده باشید، باز بیان خدمت شما، یا شما به چه صورتی میخوانیم برنامه رو ادامه بدید؟ نه عمون، خوبه اون فیلم رو نشون بدید. من قبل از فقط یک جمله، یک خبر کوتاهی بود که فیگارو اینا چیز کرده بود، اینو بگم بعد همون فیلم نشون بدید، بعد خانم سلطانی، چون که اون فیلم گویای خیلی چیزا هستش، به خصوص صحبت های دوست عزیزمان یوسف مایلی که یکی از اسیران جنگی بود که بالاخره بعد از نزدیک 25 سال از دست فرقه رجوی نجات پیدا کرد. روزنامه فیگارو در روزنامه فیگارو در خبری که انجمن آریا ایران 5 ژوئن انتشار داده، جسد دو تن اعضای سازمان مجاهدین یک ماه پیش در منطقه ادلب واقع در غرب سوریه پیدا شده که به گزارش یکی از اعضای پارلمان اروپا آنها در سوریه برای سرنگونی رژیم بشار اسد می‌جنگیدند. مجاهدین خلق در کنار شورشیان به دنبال سرنگونی بشار اسد هستند. این هم خبری است که روزنامه فیگارو نشر داده. و من الان درخواست می‌کنم که اون فیلمی که دو دقیقه باشه تلویزیون آلبانی از کمپ باربو در آلبانی درست کردن، اینو برای هم اون نشون بعد خانم سلطانی صحبتشون انجام بدن. من باز در خدمتتون هستم. ممنونم از شما. پس دوستان عزیز بیننده، بریم این فیلم رو با هم تماشا کنیم و برگردیم. توی این فاصله تماس میگیرم با خانم سلطانی، برنامه رو پی میگیریم. مرسی آقای کرمی. پس از صحبت با خانم سلطانی باز هم میان خدمت شما. خواهش میکنم، من در خدمت. مرسی. Thank you very much. I want to appreciate the Albanian government that they accept us. We are very happy to be here. Ky është një nga mujahedinët refugjat të ardhur në Shqipëri pas marrëveshjes së qeverisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është strehuar në periferi të Tiranës në qendrën e azil kërkuesve në Babru, së bashku me 59 mujahedinë të tjerë. Në aktivitetin e zhvilluar me rastin e ditës ndërkombëtare të refugjatëve, drejtori i qendrës thasë se qëndrimi i tyre në këtë qendër do të jetë i përkohshëm. Qendra ka një mision, auton që kanë për një kod saktuar të mundemi që të strahojmë, të akomodojmë dhe desa të krijohet një moment i dytë, dhe ata sipas ligjit, duke përfituar edhe drejtën e tyre si refugjat, përfitojnë edhe strehimin, trajtimin, kushtet onë dhe zogjit tjetër, duke liruar vendin ose më saktë duke larguar nga qendra, sepse në fund fundit nuk është ky qëllimi i kësaj qendre. Numri i mujahedinëve të mbërritur nga kampi Ashraf i Irakut në vendin tonë është 60 persona, ndërkohë ditët e ardhshme pritet të mbërrin deri në 210 persona. Në bazë të marrëveshjes mes qeverisë së Shtetit të Bashkuar me ato shqiptare, për momentin në Shqipëri gjenden 78 refugjat dhe 66 azil kërkues. Ata vijnë nga e gjithë bota, si Irak, Iran, Afganistan, Kin, Kosovë, Bosnjë, Tunizi e të tjerë. Aktualisht pjesë më të madhe të refugjatëve në Shqipëri e zënë iranianët, mujahedinët e ardhur nga Iraku. دوستان عزیز سلام مجدد، خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیدا شد تا با خانم بتول سلطانی از انجمن زنان باشیم. امروز ازشون خواهش می‌کنم یه مقداری هم توضیح بدن بیشتر در رابطه با انجمن زنان، و چون یک سازمان جدید و تأسیسی هست تا شما هم بتونید از وبسایتشون دیدن کنید. ولی قبل از اون ازشون خواهش می‌کنم در رابطه با این نقل و انتقالات و به اصطلاح جریانات اخیر اگر صحبتی دارن با شما در میون بذارن. سلام خانم سلطانی و بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بله سلام به شما و به همه بینندگان عزیز مردم تیری و سلام به همه هموطنانم و همه کسایی که توی لیبرتی هنوز اسیر هستن، توی اسیر سازمان هستن و همینطور کسانی که تو آلبانی هنوز اسیرن. من الان وقت خیلی زیادی ندارم که بخوام صحبت کنم، چون خیلی تلاش کردیم که با توجه به اینکه این به صورت یه اخبار فوری هست که به انجمن زنان رسیده، ما ترجیح دادیم که اینو خیلی سریع بتونیم مطرح کنیم. ببینید آقای سربی، من الان از آلمان با شما تماس میگیرم، ولی این سازمان که تمام استراتژیش اساساً بر دروغ سوار شده، یعنی دروغ به اعضا، امروز نشستی داشته خانم فرزانه
میدانشاهی و آقای جواد خراسان که در اصل اسماعیل مرتضایی معروف به جواد خراسان هست، اینا در واقع از نفراتی هستن که الان مأموریت کنترل و سرکوبی بچه ها رو در آلبانی دارن. اینا امروز نشست داشتن با بچه ها و به بچه ها گفتن که وطول سلطانی نمیدونم مأمور و فلان هست و خلاصه یه سری سعی کردن ترور اخلاقی و شخصیتی کنن بچه ها رو و گفتن که مهمتر از همه اینه که گفتن به آلبانی اومده برای آدم ربایی. جالبه. این فامیلی که شما گفتید، فامیل میدون شاهی، در شیراز هم ما داریم. ایشون شیرازی هستن یا؟ بله بله دقیقا، چون من با ایشون مدت زیادی همسط و همرده بودیم با هم و ایشون از کسایی هست که خیلی ظاهرن به خاطر اینکه خود رجوی شخصیتی که واقعا خودشیفته است، این از اتفاقا از کسایی بود که خیلی در از سعی میکرد خودشو خیلی شیفته رجوی نشون بده. فرمانده قرارگاه پنج بود یه مدت و ایشون مأموریت پیدا کرده از جانب در اصل رجوی و تعهد داده به رجوی که بره اشرف دیگری در آلبانی بنا کنه. امروز اینا رو بچه ها رو بچه های اسیری که من الان توضیحات زیادی خدمتتون میگم و خدمت همه خانواده ها که اینا چرا منو ترور اخلاقی در اصل کردن و چرا به این سرعت در اصل اینا واکنش اینجوری نشون دادن و گفتن که خلاصه این خانوم یعنی بطول سلطانی به آلبانی اومده برای آدم ربایی. در اصل اینا خواستن با یه تیر دوتا نشون بزنن، یکی این که این اعضای اسیر و گرفتار رو بترسونن به شدت که اینا به هیچ عنوان جرأت نکنن در اصل بیان و اعتماد کنن به دنیای بیرون و به بیرون از اون مناسبات و تشکیلات، و از طرف دیگه همونجا به بچه ها امروز در نشستی که تو همونجا برگزار شده توی آلبانی به بچه ها گفتن که ما به همه اداره های دولت آلبانی اعلام کردیم و گفتیم اسم اینو دادیم که این برای آدم رباییه. یعنی در اصل من هدفم از این که به صورت فوری و همینطور انجمن زنان از این که به صورت فوری این خبر رو ما خواستیم مطرح بشه که چقدر این سازمان دروغگو هست و تمام استراتژیش رو دروغ سواره. البته یه جا درست سازمان احساس نگرانی کرده و به خاطر همین گفته دشمن ماست، یعنی مشخصا امروز به همه بچه ها تو آلبانی اعلام کردن که دشمن درجه یک ما بطول سلطانی. توجه داشته باشید کسی که 20 سال از عمرش، نگاه کنید من الان اتفاقا همینجوری میز کارم عکسایی از کودکانم که در سن شیرخارگی اینا رو در از سازمان به من گفت که یا باید بری کمپ لیبرتی بی تعارف آقای سربی. سوسن علوی طالقانی اون موقع برای ما خانواده ها نشست گذاشت و گفت یا باید با بچه هاتون برین گمشین توی کمپای لیبرتی، توی کمپای رومادی و ابو غریب. این عکس دیگه ای از دختر منه، این عکس شیرخارگی پسر منه. و یا باید برید گم شید توی کمپ‌های پناهندگی و هر شب یه نفر بهتون تجاوز کنه و کشته بشید و به خوک و مردار بشید، خوک و خنزیر و مردار بشید، یا که بیاید لبیک بگید به پیام رجوی و بیاید تعهد بدید که میخواین شرافتمندانه اینجا زندگی کنید. اونقدر ما رو ترسوندن که من خودم به شخص ترجیح دادم که بچه هام رو مثل اون کسی که بچهش رو در از سپرد به خدا، من گفتم خدایا من این بچه هامو میسپارم به تو و بچه ها رو دادم که سازمان برد. یعنی و من خودم اونجا موندم تا اینکه، یعنی کسی که بچه هاشو داده، کسی که از همسرش، یعنی من خودم از همسرم گذاشتم، بعد از 20 سال که درون مناسبات و تشکیلات سازمان بودم چگونه یهو به دشمنه، یعنی از نظر اونا به دشمن درجه یک تبدیل میشه کسی که در به اصطلاح شورای رهبری اینا بوده و اینطوری میان در از ترور اخلاقی میکنن و اینطوری میگن این دشمن ماست. یعنی به خاطر اینکه اینا دقیقا میدونن که ما بچه های جدا شده از تمام ترفندهای این سازمان خبر داریم، یعنی اینطوری میخوان به شکل دینی و خلاصه
نمیدونم با استفاده با سوء استفاده از اون چیزایی که میدونن برای این بچه‌ها، برای بچه‌های اسیر تو لیبرتی اینا ارزشه، بیان هنوز اسارت خودشونو ادامه بدن. صحبت ها خیلی زیاده آقای سوربی، من فقط چون اینا همین امروز نشست داشتن و همین امروز گفتن که در بتول سلطانی به آلبانی اومده، من خواستم این رو، این دروغ رو در واقع افشا کرده باشم. از طرف دیگه درسته اینا شیرازی تشکیلاتشون داره از هم میپاشه، به خاطر اینکه ما کسی که حتی سطح بالایی هم داره خوشبختانه موفق شده با انجمن زنان با تلفنی که قسمت تماس با ما هست ایشون ارتباط برقرار کنه و بتونه اخباری رو از کنترل و اسارتی که روزانه تو کشور آلبانی دارن برای اینا فراهم میکنن به اطلاع ما برسونه. ببینید آقای سوربی، من برای اطلاع هموطنامون میگم اینا موقعی که میخواستن از عراق بیان، اولا تمامی نفراتی که به اصطلاح سازمان گفتن بریده آشغال توفاله، یعنی اسمشون رو گذاشتن بریده آشغال توفاله. حالا بریده آشغال توفاله ها از نظر سازمان کیا بودن؟ کسایی که تعهد رجوی رو مبنی بر برگشت به قرارگاه اشرف و مبنی بر ماندن و مردن در عراق امضا نکردن. یه بحثی بوده تحت عنوان ویروس سه سنخته، یعنی کشور سالت، کسایی که خواهان رفتن به کشوری دیگه ای هستن غیر از عراق. اینا را اسمشون رو رجوی گذاشته بریده آشغال توفاله و خیلی اونجا باشون برخورد بدی داشتن. اینا رو بردن توی اتاق در واقع توی یک محل جداگونه ازشون نگهداری میکردن و بعد اینا رو وقتی میخوان به آلبانی منتقل کنن بهشون هم گفتن که برین گمشین آلبانی و میپرستیمتون آلبانی، شما خوک و خنزیر شدید، خیانت کردید، از این حرفا. وقتی که اینا را میخواستن منتقل کنن به گفته این شخص که نخواسته نامش فاش بشه چون به شدت هنوز در یه فضای روب و وحشت این سازمانه، فقط تونسته که تماس بگیره و یه اطلاعاتی رو از اونجا بگه، میگه که ما به ازای هر یه نفر به قول سازمان از این افراد دو نفر هرز اینا میفرستیم. هرز یعنی این که مراقب و بپا، چون من میدونم هرز وقتی که سازمان میگه هرز نفر یعنی دو نفر مراقب و بپا، یعنی بنابراین تشکیلات دو نفر چماغدار ما به ازای یک نفر قاطی اینا فرستاده در آلبانی. من ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که فعلا برای امروز از شما خداحافظی کنید و امیدوار باشیم که اوضاع بهتر بشه، خبرهای خوشتری را از شما و دوستان دیگه بشنویم، بعد برمیگردیم باز با آقای محمد کرمی صحبت میکنیم. یه مقداری در رابطه با انجمن و سازمان خودتون صحبت کنید و آدرسش رو بگید، چون من امروز وقت نکردم اینجا بنویسم که دوستان اگر مایل باشن با شما تماس بگیرن چگونه میتونن تماس داشته باشن. بله، آدرس انجمن ما www.zanan.ie یعنی www.zanan.ie. اما من قبل از اینکه تماسمو بخوام قطع کنم، در همین جا من میخوام از این فرصت در حد دو دقیقه استفاده کنم به دولت آلبانی پیام بدم، از همین جا واقعا هشدار بدم که مراقب این نفرات، یعنی پس ما به ازای وقتی هر یه نفر دو نفر از چماقدارای تشکیلاتی اونجا رفتن، پس باید حساب کرد که وقتی 109 نفر، چون الان تا در حال حاضر 109 نفر رو به اونجا منتقل کردن، از این 109 نفر دیگه باید حساب کرد که دو برابر افرادی که در اصل معترضن از کسایی برداشته فرستاده که به نوعی هنوز ربات این سازمان هستن و فرامین و دستورای سازمان رو دارن اجرا میکنن. یعنی پس بنابراین حتی تو نشستی که داشتن گفتن ما به نفرات به دولت آلبانی میخوایم بگیم که ما نمیتونیم از همدیگه جدا بشیم و ما باید همه با هم زندگی کنیم
وقتی یه خانومی میخواد از همین محل خارج بشه، میگه دو تا خانوم دیگه دنبالش میدوند و میگن که ما تو رو تنها نمیذاریم، ناموس ناموس، ما باید همراهت بیایم. و خلاصه میگه حتی نفرات تکی اجازه ندارن از همونجا خارج بشن از کم، و به این ترتیب همه رو تو اسارت نگه داشته. نکته بعدم که در نشستی که خود فرزانه میدان شاهی داشتن، گفتن به افرادی که موقع مصاحبه به دولت آلبانی میگیم که ما میخوایم همه با هم یه جا زندگی کنیم، و مجبورشن به ما یک ساختمون دو طبقه بدن که میخوایم اسمش هم بذاریم پایگاه مجاهد شهید نسترن عظیمی، که در واقع این نسترن عظیمی خودش یکی از قربانیانی بود که قربانیان کشته های 6 و 7 مرداده که به دستور با تحریک های تشکیلاتی اینا رو خود در از خانم میرباقری شاهد بوده اونجا، که اینا رو با تحریک تشکیلاتی ترغیب کردن که برن جلوی درگیرشن با پلیس های عراقی و کشته بشن، که حالا از حتی اسم اینم گفته میخوایم اسم اونجا رو بذاریم پایگاه مجاهد شهید. یعنی بنابراین اونجا هم شروع کردن به فرقه سازی، سکت سازی، که من از همینجا از دولت آلبانی میخوام، از مجامع بین المللی، مجامع حقوق بشری میخوام که این رو دریابن افرادی که اونجا هستن و اومدن. این افراد معترض توان دفاع از خودشون رو ندارن و تا اونجایی که امکان داره مصاحبه ها را به صورت تکی و بتونن حداقل این یک سوم افرادی که معترضن و اونجا دارن قربانی میشن بشه اینا رو بتونیم اینا رو کمک کنیم، یعنی بشه کمک، یعنی فضای اختناق شدیدی اونجا حاکمه، یعنی دوباره اونجا اشرف نسازن و فردا ما شاهد خودسوزی ها باشیم، خودسوزی هایی که نمیدونم برای مریم رجوی، برای مسعود رجوی، و بیش از این بازیچه سیاسی رجوی نشن. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید اینکه به زودی بازم شما رو در برنامه داشته باشم. خواهش میکنم، من هم شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار. مرسی. دوستان عزیز، بریم باز اون برنامه رو که ماه قبل مجاهدین گذاشته بودن ببینیم با هم. با آقای محمد کرمی تماس میگیرم و با شما خواهم بود. مرسی. ویلپنت 22 juin 2013. Ce que vous voyez là, c'est le meeting de l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Ce que vous voyez là, c'est également un pari réussi, à première vue. Des milliers de personnes venues accueillir et acclamer Mariam Rajavi. Pourtant, en regardant un peu plus en profondeur, ces personnes-là sont celles qu'on a vues sur le parking. Des milliers de touristes, des bus pleins de touristes, polonais, ukrainiens, allemands, africains, tous venus pour une seule chose, un week-end payé à Paris par l'OMPI. La secte n'hésite plus maintenant. Elle essaye par tous les moyens de montrer sa force. Mais comme vous le voyez, ça ne reste qu'un défilé de touristes. Des touristes forcés de rester. Forcés de rester pour assister à un spectacle auquel ils ne voulaient pas forcément participer. Mais ils y sont bien obligés. Un week-end payé, un sandwich offert, mais la réalité est tout autre. Ces sièges vides de partisans qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire du drapeau. Struan Stevenson, l'un des nombreux politiciens payés, membre du Parlement européen pour l'Écosse et membre du Parti conservateur écossais, nous présente la vidéo de l'attaque d'Ashraf. Mais une vidéo bien étrange, où pour toute image, nous avons une caméra tremblotante et un individu courant juste devant. Quelques bruits d'explosion, mais rien de réel. Une fois la vidéo finie, le pantin présente son maître, Mariam Rajavi, qui arrive sous les clameurs contrôlées des chefs de sécurité. Ce qu'il y a d'angoissant, ce n'est pas tant le contraste entre le silence avant l'arrivée du gourou
que la clameur immédiate d'une violence inouïe se faisant ressentir. Ce qu'il y a d'oppressant, ce sont les regards. Les regards de ces chiens de garde qui scrutent ceux qui n'applaudissent pas, scrutent ceux qui n'ont pas de drapeau, scrutent ceux qui ne sont pas levés. Et là, on comprend qu'on est dans une secte. Car tout est contrôlé, même les applaudissements. Car une fois que le gourou a parlé, il n'est plus autorisé à faire du bruit. Tout le monde doit se taire. Les gens ne peuvent applaudir que lorsqu'on les y autorise. Dans le silence, nous entendons cris. Nous entendons mensonges, sectes, terrorisme. Des mots qui collent très très bien à l'OMPI. Ces mots proviennent de militants. Militants qui ont réussi à s'introduire. Militants qui ont réussi à faire ce que très peu arrivent. Militants qui sont prêts à tout afin de dénoncer cette mascarade. Lorsqu'on leur demande qui ils sont, ils nous répondent simplement qu'ils sont des citoyens français. Des citoyens français conscients. Conscients qu'il n'est pas normal qu'une secte soit sur le territoire français. Conscients que pendant que les gens dorment, la secte continue de croître. Conscients que cette secte devient de plus en plus puissante année après année. Conscients qu'ils doivent agir au plus vite. Ces militants ont un courage qui force le respect jusqu'au bout. Jusqu'au bout car, un peu après leur intervention, ils vont être arrêtés par les forces de sécurité personnelles de Rajavi et raccompagnés de force à la sortie. Mais, tout en étant raccompagnés, ils continuent de lancer leurs craques, ils continuent de scander leurs slogans, ils continuent de dénoncer. Dénoncer la secte, dénoncer ses agissements. Il est très facile d'entrer dans une secte, mais le plus dur est d'en sortir. Nous avons réussi à ramasser ce prospectus et nous comprenons. Lorsqu'on leur a demandé également pourquoi ils faisaient ça, ils nous ont simplement répondu parce qu'il ne faut pas perdre espoir. Car ceux qui perdent espoir sont au plus bas. Et ceux qui sont au plus bas sont plus faciles à être manipulés. C'est ce que vend Rajavi. Un faux espoir pour mieux manipuler. Thank you.
خب بینندگان عزیز سلام مجدد، باز هم با آقای محمد کرمی هستیم. خوشحالم یه مقدتی اشکال داشتیم دیگه، از آلمان میریم فرانسه یا به قول دوستان مجاهدین شادم آلبانی بودیم، خودمون خبر نداشتیم. در صورت آقای کرمی رو داریم، سلام مجدد میکنم خدمت ایشون. آقای کرمی، عکسایی رو که شما فرستادید در رابطه با دوستانی که میخواین دربارشون صحبت کنید، متاسفانه چون عکسای کوچولوی هستن و به قول اینها بهشون میگن لو رز، ما نمیتونیم نشون بدیم روی صفحه، خیلی کوچیک میشن و چیزی پیدا نمیشه. حالا شما صحبت کنید، دوستان مطمئنم با زدن اسم این دوستان به اصطلاح اونایی که جونشون رو از دست دادن یا خودکشی کردن در کمپ های مختلف، حتما با زدن این اسامی در گوگل میتونن عکس ها رو ببینن یا در برنامه های آینده این کار رو میکنیم. ضمن شما یه لینکی رو فرستادید در رابطه با شهردار سان دیگو، ما این مشکل رو داریم که نداریم اینجا کسی رو که بتونه اون لینک رو بگیره بفرسته درست کنیم، دست تنها هستیم و اینها رو باید از قبل به اصطلاح آماده کرده باشیم به دستگاه بدیم. من ساکت میشم، شما در رابطه با مرگ های مشکوک در سازمان مجاهدین صحبت کنید و عکس العمل یا کارهایی که سازمان مجاهدین میکنه که سرپوشی بذاره روی این ماجرا. بفرمایید. خواهش کنم، من قبل از این که بخوام به اون چیز ازن به نظرم دو تا نکته فقط یک اشاره بکنم بهشون. یکی در رابطه با همین موضوعی که خانم سلطانی مطرح کردن که آقای جواد خراسان اومده چنین چیزهایی گفته، اما آقای جواد خراسان که آقای جواد خراسان یکی از فرماندهان ارشد سازمان مجاهدین، بالاترین از مردهای مسئول سازمان مجاهدین در آلبانیه و وی یکی از بازجوها و شکنجگرهای زندانهای رجوی بود و سمت بعدی آقا که چون که آموزش توپخانه رو در ارتش عراق آموزش دیده و در جنگهای جبهه جنگ در این جنگ 8 ساله ایران تماما تو مقرهای توپخانه عراق بود که خودش تعریف میکرد که تو ستاد توپخانه عراق بوده و با اونا همکاری میکرد برای حملاتی که به ایران داشته باشن. این مختصر بود که خواستم آقای جواد خراسان بگم که چه کسی بوده و چرا سازمان مجاهدین اینقدر از اعضای جدا شده ترس و وحشت داره. خیلی ساده هموطنان، میبینید که ما میایم واقعیت های اینجا رو میکنیم، دست سازمان مجاهدین رو میکنیم که اینا به هیچ وجه نمیخوان این چیزها رو بشه. خب ما وقتی که میبینیم که پتشون رو آب میندازیم، دستشون برای تمامی هموطنانمون رو میشن و دیگه اینها رو جای تحویل نمیگیرن. و نکته بعدی که میخواستم اشاره کنم در رابطه با این شهردار سان دیگو، در روزنامه سان دیگو یوتی اکتونومر پیدا کرده، انتشار پیدا کرده که اینو من خیلی مختصر میگم و رد میشم. آقای اسکات چرمن یکی از اعضای انجمن شهر بوده که انتقاد میکنه به حضور آقای فیلر در این حضور شهردار در این برنامه‌های سازمان مجاهدین و همینطور توی مقاله که من لینکش رو فرستادم برای آقای سوربی برای شما فرستادم، از تقریبا نزدیک 10 ساله که سازمان مجاهدین اینو به حتم بابت داره ساپورت میکنه که همین روزنامه اشاره کرده که در سال 2011 به عنوان یک اعضای کنگره به پاریس رفته بود که مدارک فدرال نشون میده که در جون 2007 هم باز چنین سفر و مصاحبه‌ای داشته، در سال 2011 هم بوده که هر کدوم از سفرها 6589 دلار هزینه داشته که توسط یکی از انجمن‌های پوششی سازمان مجاهدین به اسم جامعه آمریکاییان ایرانی تبار کلرادو پرداخته میشه که این انجمن یکی از شاخه‌های چیز هستش که تو سان دیگو تمامی چیزهای این آقا رو حل و فصل میکنه. و در سال 2007 هم باز مجدد مسافری داشته که 7949 تا هزینهش میشده که توسط همین انجمن پرداخته شده و برای تبلیغ برای اینکه میخواست سمت شهرداری سال گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی برای شهرداری بوده 16 سفر مجانی داشته که معادل 40,000 دلار میشه که باز همین انجمن پوششی سازمان مجاهدین هزینه‌شو پرداخت کرده. این مختصری بود که خواستم برای هموطنانمون بگم که حالا در برنامه‌های بعدی توی این رابطه من خیلی بیشتر برای هموطنانمون این چیزا رو توضیح خواهم داد. ممنونم از شما. بفرمایید پس در رابطه با اون قتل‌های مشکوک یا خودکشی‌ها صحبت کنید. بله، الان برمیگردیم به همون بحث قدیمیمون تحت عنوان مرگ‌های مشکوک در اون سازمانی مجاهدین خلق ایران.
خب الان این تقریبا دو سه ماه که من این بحث شروع کردم که در رابطه با افرادی که در درون سازمان مجاهدین به شکل‌های مختلف حذف فیزیکی می‌شدن و سازمان مجاهدین سربنیستشون می‌کرد و دارم به طور مختصر خیلی مختصر دارم انتظار میدن که من مفصلش رو در سایت فریاد آزادی و یا در وبلاگ عیاران که به نام محمد کرمی هست چیز کنیم تو وبلاگ هم هست و در سایتی که مال انجام هست که با بقیه دوستان چیز میکنیم در اینجا هم میتونیم ببینیم که من خیلی مختصرش رو برای همبتنان عزیز توضیح میدم. امروز خاطره ای داریم از زنده یاد محمد نوروزی با نام مستعار محمد ترابری که برای تمامی نفراتی که تا قبل از سال 70 در قرارگاه اشرف بودن نامی خیلی آشنا است. محمد با قدی کوتاه و چهره شکسته نماینده تحمل فشار و درد و رنج زیادی بود. علی رغم مسئولیتش با بچه های پایین رابطه خیلی خوبی داشت. در عملیت فروغ جاویدان یا همون مرساد که حالا چیزهای مختلف روش گذاشتن میگن به خاطر انتقاداتی که در رابطه با کشته شدن نفرات به تشکیلات داشت رده تشکیلاتی اون کاملا گرفته شد. قبلا جزء شورای مرکزی سازمان بود، بعد از انتقاداتی که کرد اینو کاملا خلع رده کردن و اما میبایست همون مسئولیت ها رو انجام میداد. من چون که آقای بهزاد علی شاهی مدت خیلی زیادی با آقای محمد نوروزی یا محمد ترابری بوده و موقع یه مدتی با هم دیگه تو یک یگان و تو توپخانه با هم کار میکردم و یه مدتی هم که آقای محمد نوروزی تحت مسئول آقای بهزاد علی شاهی بوده، خاطرات خیلی واضحی که آقای علی شاهی نوشته من مختصرشو از روی نوشته آقای علی شاهی با اجازه ایشان میخونم. هر از گاهی با هم گپی می زدیم دیگر کل تشکیلات و ادارشاتون پر از علامت سوال بود. می گفت سال 64 با فریب تحت عنوان انقلاب ایدولوژیک میخی کار خودشان را کوبیدن، 5 سال حالا زیر آب حرفهای خودشون می زنن، یعنی مطمئن زیر حرفهای خودشون می زنن. آن این مردک آن موقع می گفت این کار یعنی انقلاب ایدولوژی ازدواج با مریم در هیچ شرایط قابل الگوبرداری نیست و برای یک بار در درون سازمان اتفاق افتاده، آن هم به خاطر انقلاب و مردم و خون شهدا بوده و برای توجیه کار خود از هر کتاب آسمانی که وجود داشت متوسل می شد و دلیل و آیه برای خودش می آورد. الان میگه همه باید طلاق بدن و به دروغ باز به هر کتاب آسمانی متوسل میشه. بعد از تغییر سازمانی دیگر خیلی کمتر محمد رو میدیدم تا زمانی که مسئله پراکندگی رو پیش اومد. خیلی وقت که اون خبر اینو تا یک روز که از بچه ها خبر فوت او رو به من داد باور نمی کردم حالت عادی فوت کرده باشه. بعدا معلوم شد که خودکشی کرده. خاطرات رو آقای بهزاد علی‌شاهی اینطوری ادامه میده. محمد اهل خراسان بود، احتمالا قوچانی با همسرش به سازمان پیوست. همسرش خیلی او را دوست داشت، مریم آزاد منجیری بود. هر دو ساده بیرغلوغش و مهربان، آنچنان از نظر اخلاقی شبیه به هم بودن که در وهله اول فکر میکردی برادر و خواهرم. بار اول بعد از عملیات فرو او را دیدم، شاید یک نزدیک یک سال از عملیات که من تنزل رده داشتم و از فرماندهی گردان ادوات شده بودم فرمانده یک تانک کاسکابل و فرمانده گردان ما همین محمد بود. آن موقع زنها داشتن وارد کارهای نظامی میکردن، قبلش فقط در کار پشتیبانی بودن. محمد به من گفت دو فرمانده تانک دیگر هم می آیم و یگان ما هسته تانکش فرمانده خواهد داشت. پرسیدم که چه کتانی هستن؟ گفت دو تا خواهرها هستن، ترانه و مریم، که این مریم همون همسرش بود. بعدها هم او را دیدم که از آن به بعد محمد چه شروع شوقی داشت و دائم در جمع جوش بود. من با وجودی که رده و مرتبه نظامی هم پایین آمده بود و از فرمانده گردانی شده بودم فرمانده تای، فکر میکردم که خیلی از این بابت به من سخت خواهد گذشت. اما چنان با محمد اخت شدم که برایم تحت فرمانده کار او فرمانده او کار کردن خیلی راحت و دلچسب بود. محمد و من برای نشست انقلاب بردن، سری سوم نشست ها بود. بحث طلاق و انبوهی فسفسه در این مورد تا نمی پذیرفتی نشست را برای تو تمام نمی شد.
و نشست خسته کننده بود و به شدت اعصاب آدم به هم می‌ریخت. من برای خلاص شدن پذیرفتم و استدلال قلبیم این بود من که کسی را ندارم و برایم علل حساب این است که بعد از چند ماهی به ایگان برگشتم. اما محمد هنوز نه زنش را دوست داشت و نه با هم صحبت کردیم. می گفت ما با هم هستیم، تصمیم گرفتیم که به سازمان بپیوندیم، ما به خاطر هم آمدیم، ما با هم قسم خوریم تا آخر با هم باشیم و الله نمی گذارن که حتی با هم این تصمیم رو بگیریم. میگویند مریم بحث انقلاب رو پذیرفته و نمیخواهد تو رو ببیند. میگم اگر خودش بخواهد من اینقدر او رو دوست دارم که روی حرفش حرفی نخواهم زد و دیگر اصلا به زن و زندگی فکر نمی کنم، اما دلم میخواهد آخرین بار هم از خودش بشنوم. میخواهم آخرین خاطره رو برای بقیه عمر داشته باشم. محمد میگم ما آمدیم که بقیه مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند، کسی به زندان نیفتد، که همسرش چشم به راه بماند. حالا خودمون باید بی خود و بی دلیل طلاق بدهیم که چی بشود. بعد یک شعر خیلی جالبی براش گفته که من از این شعر میگذرم چون که وقت خیلی زیادی میگیره ازمون که بخوام این رو ادامه بدم. آقای علی شاهی ادامه میده که بعد از که انقلاب کرده بودیم شدم فرمانده توپخانه، او شد محاسب در یکیوان. من چون هنوز انقلاب نکردم اما رابطه هم با او خوب بود و گرم، اصلا نمیتونستم سختگیری هایی که من میخواستم روی او اعمال کنم و برای همین باز هم در سازمان کار ما تغییر کرد. احمد و شوق آمد و شد فرمانده توپخانه، من شدم دیدبان و او محاسب. اینطوری هم من تنزل رده داشتم و هم این که دیگر نمیتونستم با او راحت صحبت کنم چون برای پراکندگی به منطقه نوجول رفته بودیم. دیدبان در خط اول بود با محاسب در پشت و فاصله ما 12 کیلومتر. گاهی که به مقر می آمدم محمد را می دیدم. در یک سنگر با هم بودیم به اضافه 3 نفر دیگر. هر بار محمد لاغر و لاغرتر می شد، سرما شدیدی خورده بود و در سنگرش بود. حالش رو پرسیدم، گفت خوب نیستم، گرسنه بود، کسی با او آب و غذا نداده بود، برایش غذا بردم. کمی با هم حرف زدم، من میخواستم به محل دیدبانیم برگردم که احمد و شاق مرا صدا زد و محمد گفت چرا برایش آب و غذا بردم و گفتم مگر و گفت مگر خبر نداری که بریده و اعلام کرده که میخواهد برود. اظهار بی‌اعتنایی کردم و رفتم. بار بعد که برگشتم شاید 1 هفته بعد بود که هنوز مریض بود و تب داشت، تب سنگین، گوشهایش قرمز شده، لبخند زد و گفت منتظرت بودم. شروع کرد به حرف زدن با صدای ضعیف، میگفت چند روز دیگر قرار است او را ببرن و شک داشت به این بردن. میگفت حرفهایی زدن که مشکوک بوده، فکر میکنم میخواهن مرا بکشن. آن موقع هنوز از این جنایت سازمان خبر نداشتم و این حرف او را به شوخی گرفتم و گفتم تب روی حرفهایت اثر گذاشته ها، که گفت نه باور کن من خودم میفهمم، حرف من که نگران نیستم، بهتر بگذار بکشن که من نتوانم مریم را ببینم، زندگی هم برایم مرگ است. من نگران مردن نیستم، نگرانم که مریم از قلب من بیخبر بماند. بعد یک نامه را که برای همسرش مریم نوشته بود و من داد، دستش میلرزید و همینطور صدایش گفت همه حرفهایم را یک جا برای مریم نوشتم، 100 بار نوشتم، پاره کردم تا شاید این را به دستش برسونم. گفتم باشه، حتما نگران بود. چند بار گفت این آخرین کاریه که ازت میخوام، تو رو خدا انجامش بده. تاکید کردم که حتما این کار رو میکنم. آرام شد، نامه رو با خود نبردم. حدود 3 صفحه نامه بود. فکر کردم ممکن است در محل دیدبانی نامه از بین بره و درگیر شویم نامه نابود شود. نمیدونم چرا، اما انگار که خیلی با ارزشی بود، زیرا در کوله پشتی که یک محلی بود در جای مناسبی ما بین عکس‌ها و کاغذ‌های چروک قرار دادم که زیر باران بمارد از بین نرود. با محمد خداحافظی کردم. هنوز صورتش از تب گرم و از محبت، که گفت اگر ندیدم حلال کن. خودم این حرفا چه اینقدر باز می‌نویسی ببینی، باز منو ببینی که قیافت برام تکراری بشه. باز به شوهری گفتم ما که زن و شوهر نیستیم که بگن همدیگر رو طلاق بدین. رفتم. 3 روز بعد قرار بود از آن محل جا به جا شدیم. برگشتم اما محمد را برده بودم. پرسیدم کجا، احمد بشاق و زندان دبست.
زندان دبس در منطقه کرکوک 20 کیلومتری پالایشگاه نفت کرکوک بود. بریده نیست. ظهرش را که برای جمع کردن سیم‌های تلویزیون تا مقر بالا رفتم، آنجا مریم آزاد منجری را دیدم، همسر محمد. همه چیز را گفتم. محمد سلام کرد، جواب داد. خواستم بگویم که برایش نامه دارم اما سکوت کردم. فکر کردم بهتر است نامه را بیاورم. پرسید بعد روز چیزی میخواستی بگی؟ گفتم نه، محمد را گویا بردن من نبودم. نگذاشت حرفم تمام شد. گفت خبر دارم و رفت، شاید به خاطر این که اشکایش را نبینم چون اول رو برگردان. و بعد رفت. دستش را با اشاره که برایم بدون معنی بود تکان داد. برگشتم به مقر، رفتم سراغ نامه. دلم میخواست نامه را بخونم اما به خود نهیب میزنم که نباید این کار را بکنم. نامه خانوادگی. نمیدونم چرا احساس نیاز عاطفی شدیدی داشتم که نامه را بخونم. انتظار داشتم که نامه من را تسکین بدهد. از آن همه تشویش و ابهام بند کوله را باز کردم و زیب را، اما نه نامه بود، نامه نبود. شاید 10 بار تمام وسایل کوله را بیرون ریختم. همه جا را گشتم، نامه نبود. با عجله سراغ احمد قشاق رفتم. گفتم وسایل کوله من نیست. با لبخند گفت کدوم وسایل، چی گم شده؟ گفتم چند تا کاغذ توی زیپ بالا در کوله داشتم که نیست. پرسید خب این کاغذها چی بود؟ گفتم فردی، برای خودم نوشته بودم. گفت برو کامل گزارش را بنویس که از کجا اومده و میخواسته به چی کار کنی. خیلی سوخته بودم، نامه را نمیدونستم به دست مریم برسانم به خاطر اینکه به من قول داده بودم. اما بعد که عملیات شروع شد و جنگی که به حمله کردها و دوشادوش ارتش عراق، هفته دوم یا سوم حمله بود که شنیدم محمد نوروزی فوت کرده. گفتن که در خودرو اینو که داشته او را انتقال میدادن چپ کرده و او کشته شد. کسی دیگر هم کشته شده؟ نه، فقط او و یک زخمی. همین را شنیدم. اما خود من که محمد و کامل میشناختمش از نزدیکم، چون سالیان با هم تو یک ستاد بودیم. محمد همونطور که بهزاد گفت خیلی آدم مهربونی بود، با همه اخت و خوب بود. اما محمد دست به خودکشی زد در تعمیرگاه چلچراغ که به سمت مزار سابق مجاهدین در کمپ اشرف می‌رفتیم. در سمت چپ تعمیرگاهی بود به اسم تعمیرگاه مروارید. اونجا بنزین ریخت در توی چاله که برای تعمیر خودرو، روی چاله‌ای هست که میکنن که خودرو میره روش و اینا میرن داخل چاله که زیر خودرو تعمیر کنن. در داخل اون چاله خودش آتیش زد و به این شکل خودش از دست رجوی خائن و جنایتکار نجات داد. نفر بعدی در تو با زنده یاد معصومه غیبی پوره. مسعود غیبی پور یک فردی بود که لایق بود تو سازمان و هیچی سازمان قبول نداشتش، هیچی شد، چون که تو ستاد بودم مواجه بودم باش، برخوردهایی داشتن. اما خانم بتول سلطانی چون که در تو اون موقع در انتظامات بود بیشتر اطلاعات داشت، به همین خاطر ما از خانم بتول سلطانی خواهش کرده بودم که اون توی رابطه بنویسته، چون که همون با عرض مسئله بهتر تو جریانش بود، چون که اولین کسی بود که رفته بود بالای جسد معصومه غیبی که به این شکل خانم سلطانی نوشته که من از همون نوشته خانم سلطانی به عنوان امانت میخونمش که دست توش نبرده نشه. دوستان زیادی از من راجع به معصومه غیبی پور که هم با نام ساده معصومه نوشتن و نحوه مرگ او سوال کردن. با درود به روان پاک معصومه، زنده یاد و دوست عزیزم، من واقعا آرامش ندارم برای اینکه از روزی که از این سازمان جدا شده ام نمیتوانم به دنبال زندگی شخصی و خوشی خودم بروم و همواره کابوس این وقایع من را ناراحت نگه داشته و یاد همه کسانی که اونجا میدانم همین الان در زندان تشکیلاتشون هستن من را اذیت میکنه. کاش که نمیدانستم سازمان برای نگه داشتن افراد به چه شیوه به طرفهای دست میزنند که صاحب خونتون رجوی است. همیشه که رجوی چه خودش و چه مریم همسر سومش میگفت
و من میگفت که من و من است، من بردارم میگفتم که صاحب خون خداست، روزی تقاس آن گرفته میشود. میدانم که این افشاگری ها برای من و دوستانم سخت است، همین که به نوعی دوباره ما را به گذشته میبرد و هم سازمان که جواب نمیدهد، جای آن شروع به لجن پراکنی میکند، چرا که نمیخواهد درون صندوق خانهش هیچ وقت بیرون ریخته شود. برای همین از ترور اخلاقی و شخصیتی گرفته تا آزار و اذیت های ایجاد میکند، همینطور که هموطنان در جریان هستند، خیلی جدا شده هایی که دارن افشاگری میکنن اینها رو اذیت میکنن. سازمان اینقدر شتاب زده عمل کرد و مرا مزدور اعلان کرد که برای اعضای باقی مانده خودش هم تضاد و تناقض ایجاد کرد. من مراجع قانونی حقوقی و پلیس کشور محل اقامتم رو در جریان گذاشتم که اینها دارن ما رو تهدید میکنن. یادم هست هر وقت که به ما اجازه داده می شد به صورت گروهی به قبرستان اشرف معروف به مروارید برویم، من در همون دقایق که اجازه داشتم از قبل ها دیدن کنم گریه می کردم و برای دقایقی با معصومه که بیگناه کشته شده بود حرف می زدم و هیچگاه صحنه کشته شدن او را فراموش نکردم و نمی کنم. در مورد معصومه و جزئیات قتل ایشان من از همینجا اعلام می کنم که هر دادگاهی که چه از طرف خانواده ایشان یا هر ارگان حقوق بشری که به این موضوع مایل باشد رسیدگی کند یا دنبال کنم، من در آن دادگاه حاضر شوم، حاضر خواهم شد و جزئیات آن را در اختیار قاضی خواهم گذاشت، که اینا گفته خانم بتول سلطانی است. برای اطلاع همه دوستان و ایرانیان آزاده باید بگویم که معصومه به خلاف آنچه که شما مشاهده میکنید و سنگ قبرش نوشته شده مرحوم یا سازمان گفته که در اثر بیماری مرده از او به قتل رسیده بود. معصومه را با روسریش در آسایشگاه خفه کرده بودن، آسایشگاهی که در محل لشکرشون بود. ایشان عقاید لائق داشتن و به مناسبات اعتراض داشتن، اما میخواست که برای آزادی مردمش تلاش کند. برای همین کودکانش را فرستاده بود و خودش مانده بود، ولی هر روز ولش نمیکردن و بهش میگفتن که چرا روسریت عقب رفته، چرا نماز نمیخوانی و چراهای دیگر، و هر روز به او سخت و سختتر میگرفتن. ما با هم دوست بودیم و بارها به من میگفت که چرا اینقدر به من میگن روسریت را بکش جلو، خفه شدم از دستشان. بارها با من درد دل میکرد که دلش برای بچهش تنگ شده. من هم میگفتم دلم برای بچه هایم تنگ شده، خدا کنه که دوام بیاوریم، ولی میگفتم سکوت کنیم و تحمل کنیم و به فکر آزادی مردم باشیم، به زودی تمام میشود. میرویم ایران، ولی سازمان هر روز بیشتر و بیشتر به ما سخت میگرد و میگفت که باید به جای اینها رجوی رو در قلبتون وارد کنیم و بحث رهبر حقیقی بدیم. او خیلی با شهامت بود و جلویشون در نشست ها میایستاد و میگفت قبول ندارم، این تحمیل است. بحث رهبری عقیدتی نشست های انقلاب بود و با ما مرتب دعوا بود و معصومه را به دلیل اینکه بند به گیر کرده بود تحت فشار گذاشته بودن و میگفتن که ما دیگر نباید و نمیتوانیم که بریده به طور خاص بریده زن داشته باشیم. من تو پرانتز بگم بنده به یعنی طلاق تمامی مردها در درون سازمان، چون اونهایی که مرد بودن میباید تمامی زنها رو طلاق میدادن و زنها میباید تمامی مردها رو طلاق میدادن. در همین رابطه رجبی با گروه ما نشست انقلاب گذاشت و طبق معمول از رهبر عقیدتی و مسئول تعریف و تمجید میکرد و خیلی در آن نشست بهبه و چهچه از بعضی نفرها که از بند به یعنی رهبر عقیدتی را فهمیده بودن و در همون نشست معصوم غیبی بود انتقاد شدید میشد که چرا انقلاب نمی کنه و به انقلاب نکردن یعنی خیانت. و بعد دیدم برخی از خواهرها شروع کردن به زمزمه خائن خائن و یکی از همون زنانی که حسابی تحت تاثیر جلسه نشست و چم و مریم رجبی قرار دوست فریاد زد اگر بخواهی به مسئول خیانت کنی خودم خفت میکنم. و بعد مریم رجبی همه را دعوت به آرامش کرد. این همیشه از شگرت های او بود که تخم دعوا را میپاشید و بعد چهره علیه السلام گرفته و جمع عصبانی و از کل در رفته را میخواد به آرامش دعوت کند، که البته تا آن موقع فرد سوژه حتما از چشمی که از جمع گرفته بود. به من که آن موقع تازه کار انتظامات قرارگاه داده بود مقطعی بود
که هژمونی را داشتم از مردان میگرفتم و به زنها میدادم. پوست اتاق عملیات حراسان به اتاق من آمد و گفت که در لشکر 49 خواهری زنگ زده که مظلوم غیبی پور را در آسایشگاهشان به قتل رسانده‌اند. یعنی این گزارش اولیه است که اتاق عملیات اشرف فرماندهی اشرف که کل فرماندهی عملیات کل بودش، نفر هوشیارش اومده به یک خانومی که اون موقع یکی از افراد مسئول انتظامات بود، میگه در لشکر 49 خواهر زنگ زده که مظلوم خیلی بود در آسایشگاهشون به قتل رساندن. ما با اون محل رفتیم و در آن مقر که حدودی که یک محدوده 300 متر بود هیچ کس نبود به جز دو خانم که در اتاق عملیات با فاصله 200 متری در محل حادثه شیفت بودن. آقایون مدت نیم ساعت همه جا را گشتن اما هیچ کس را پیدا نکردن. خلاصه به سرعت دیدیم بیشتر از 12 خانمی که تازگی اعلام شده بودن که شورای رهبری، یعنی 12 نفر شورای رهبری اولیه سازمان که در سال 71 اعلام شدش. در عرض 20 دقیقه همه ریختن آنجا، همه جا رو قبضه کردن و من و خواهری که همراه هم بود را به مقر فرستادن و من تا حدود یک هفته نتوانستم سر کار بروم. در آسایشگاه بودم، گریه می کردم و بعد هم به بیمارستان و در بیمارستان بستری هم کردم. دو سه روز بعد ما رو به قرارگاه بدی که مقر اصلی مسعود رجب مریم قجر عزادان بود در اونجا بود صدا زدن و رجبی سر همین موضوع نشست گذاشته بود. تمامی نفرات نشست اعضای هیئت اجرایی بودن به جز من و دوستم. ما به شدت در هم شکسته و داغون بودیم. در اون نشست که 6 ساعت تا صبح روز از ساعت 6 تا 6 روز بعد تقریبا نزدیک 18 ساعت طول انجامید، من متوجه بودم که سعی میشه به ما القا بشه که مظلوم تا روز آخر اعتقاد به رجبی داشته، در حالی که من از درد دلهای مظلوم خبر داشتم. خلاصه عجیب بود که یکی از برادرهای مسعود بلند شد گفت که از کنار آسایشگاه رد می شده و صدای یا مسعود یا مسعود می شنود و جای تعجب این بود که چگونه نرفت این موضوع رو بگوید و دنبال کند، ولی نشست بنابرای سوالات ما جلو نمی رفت و باید طبق سناریوی که رجبی می خواست جلو می رفت و ما اصلا جرأت نداشتیم که حرف بزنیم، باید فقط یک سر تو مغزمون می کردیم، به خصوص که قتلی را هم با چشم دیده بودیم. خلاصه در آن نشست نتیجه گیری شد که به اصطلاح سر موزه بوده و معتقد به انقلاب رجبی بوده، اما هیچگاه گفته نشد که وی چگونه کشته و چه کسی او را کشت. البته در جای خودش من تمامی اسامی کامل را مطرح خواهم کرد که البته از نظر من همه این صحنه سازی ها فیلم رجبی بود و قاتل معصوم از نظر من کسی جز شخص رجبی ها، یعنی مسعود رجبی و مریم قجر اصلاً نبوده و نیست. و روزها بعد بین بچه ها گفته می شد که معصومه را کشتن، ولی از طرف تشکیلات شدیداً با این صحبت ها سرکوب می شدن، می گفتن این ها محفل و محفل یعنی شعبه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. اما چند روز بعد و در کمال حیرت در مراسم صبح گفته شد که خاکسپاری معصومه است، او در بیمارستان فوت کرده است. یک بار میگن که این سر موزه بوده تو بیمارستان فوت کرده، یک مرتبه میگن نه یکی تو آتشگاه کشته، اما کسی قتلش رو چیز نمیبره. این هم قتل یک خانومی که لائیک بوده و هیچ تشکیلات قبول نداشته، فقط به خاطر ایران آن در اونجا مبارزه میکرده و مخالف تمامی دیدگاه های مسعود رجب مریم قجر عزیزگاهلو بوده که به این شکل سر به نیستش بارند. خب از این موارد ما تو سازمان مجاهدین کم نداشتیم و کم نبوده و نخواهد بود. اگر سوالی نیست آقای سوربی من یک مورد دیگر رو ادامه بدم. من سوالی ندارم، لطف کنید بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با زنده یاد کریم پترام من خودم مستقیما به خاطر کارهای تأسیساتی که انجام میدادم خودم باهاش برخورد زیادی داشتم و همینطور با آقای بهزاد علیشاهی توی یک یگان بودن، توی یک واحد بودن و باز خاطراتی که مشترک نوشتیم با آقای علیشاهی در رابطه با زنده یاد کریم پترام.
زندگیت کریم پدرام باوی که در کارهای تصویری زل آشنا شدم، فردی مهربان خوش برخورد. برای اولین باری که وی را دیدم در پروژه‌ای که در زل شرق قرارگاه اشرف به عنوان ناظر کار سر کار آنها رفتم. کریم بنا و نفر فنی کار بود که با وی داشتم حرف می‌زدم که بعد از اتمام حرفم مسئول وی علی مهماندوست مرا به کناری زد و گفت با او زیاد گرم نگیر، مسئول پروژه من هستم، هر کاری داری به من مراجعه کن. بچه‌ها در کارهای دیگر با هم ارتباط زیادی داشتند. آدم تودار و کم حرفی بود، همیشه یک آواکس میگه منظور خبرچین هایی بودن که در درون سازمان مجاهدین بودن، اسم اینا رو اصطلاحا آواکس، یعنی اون سیستم جاسوسی که غرب درست کرده بود تو ایران و جاهای مختلف استفاده میکردن، از اون گرفته بودیم و خبرچین ها و دستمال به دست های سازمان رو میگفتیم آواکس. همیشه یک آواکس به پا او بود و در رابطه با کریم پدرام آقای بهزاد علی شاهی در خاطراتش چنین نوشته: کریم توی جنگ اسیر شده بود و شغلش کاشیکاری و موزاییک کاری بود. توی جنگ منظور تو جنگ هایی بود که سازمان داشت با ارتش ایران. خلق و خویات و روحیاتش اصلا با کار و نظامی جور نبود، اصلا انگار یه ذره هم روح ماجراجویی توی اون نبود، آرام بود و سر به زیر، کم حرف. برای همین هم زیاد از سرنوشت و گذشته او خبر نداره. فکر هم نمی کنم کسی زیاد خبر داشته باشد. اینم که میگم کاشیکار و موزای کار بود، چون همه این کار رو در توی ارتش مایحتی قرارگاه درد که بعدها شد تبدیل به سه قرارگاه شد و با هم توی قرارگاه هفتم بودیم انجام میداد، که سالن بزرگ قرارگاه حبیب را پس از انفجار خودرو که کاملا منهدم شده بود یک نفره موزای کاری کرد. همون موقع به دوستی گفتم که اگر کریم زن و بچه می‌داشت آدم موفقی می‌شد، پرکار جدی با درآمد خوب به خانواده دوست. برخلاف آن چی که در درون مجاهدین می‌خوان به همه بگن که اگر با سازمان نبودن حتما یک یا گوشه زندان بودن یا مرتاد گوشه خیابان. گوی کریم همیشه از چیزی رنج می‌برد انگار زخمی باشد، گاه به گاه فرو می‌رفت، به فکر فرو میرم. البته همیشه غمگین بود، در نشاط ها هیچ وقت او رو راحت نمی گذاشتن، همیشه به اصطلاح زیر تیغ. زیر تیغ به اصطلاح به کسی اونجا اطلاق می شد که دائم سوژه نشستاش می کردن و یک ده دقیقه یه رو بستگی داشت، بعدن نیم ساعت هر اونچه که لایق مسعود رجعی و مریم قجر عزیزان بود به این فرد می گفتن و توهین می کردن و آبده هم روش برمی کردن. و علی‌رغم رنج چهرهش و دردی که از نیش این حرفا میچشید، در این نشست ها آرام و خونسرد جواب نمیداد، ساکت. حتما صداها تو گوشش میپیچید کریم جواب بده، چرا یک کلام از خواهر مریم تو حرفات نیست، اصلا با بچه ها نمیجوشه، چرا کریم تو، چرا تو هیچ نشستی بلند نمیشی فوش بدی، حرف زن یعنی منظور اینه چرا پای نمیشی فوش بدی. این که میگوزن چرا حرف نمیزنی تو سازمان این اصطلاح بود، میگوز تو هم پا میشدی مثل بقیه دریده میشدی، به روی بقیه نفرات فش میدادی، توهین میکردی، پردری میکردی، اون موقع میشدی نفر خواهر مریم، نفر انقلاب کرده. انگار لال شده، موقع جواب دادن لال میشه و بزرگترین جرم کریم این بود که در جشن و نشاطی که بعد از ترور صیاد شیرازی برپا شده بود شرکت نکرد. کریم درخواست رفتن داده بود، او گفته بودن باش تا سه ماه دیگه سازمان درها را باز میکنه، هر کس خواست برود. او هم سه ماه را بلکه پنج ماه صبر کرد، بعد دوباره درخواست داد. که چه شد؟ گفتن اصلا کسی را نمیفرستیم مگر ما سازمان حقوق بشری هستیم که هر کس میخواهد برود، بعد هم علیه ما حرف بزند با دست خودمان بفرستیم برود. کریم گفت من کاری با شما ندارم، میرم دنبال کار زندگی. گفت تا حالا کسی از مجاهدین جدا نشده که علیه ما حرف نزده باشه، تو هم مثل بقیه. اینها رو محمد علی یحیوی، کریم گرگان، که همین محمد علی یحیوی در موشکباران دو سری قبل کشته شد، اسماعیل مرتضایی، همین جواد خراسان جنایتکار معروف که الان در آلبانی هسته، زهرا گرابیان فرمانده سالا با او میگفتن و گفته بودن سه روز هم او را بردن کجا نمیدانیم. بعد که برگشت درد چهرهش بیشتر شد و بیقرارتر بود، اما گوی پذیرفته بود بماند، با کسی حرف نمیزد، معلوم نبود چه بر سرش آمده. به خاطر طرز از عمل انتقامی
به خاطر ترور صیاد شیرازی ما در زمین‌های اطراف اشرف پراکنده شده بودیم، اما کریم پدران در اشرف بود و کم با نفرات مراقب به زمین می آمد ترز از این که فرار کند. ما باید فرار کند. کریم آرام بود و مطمئن، انگار که قصدی دارد، و به همین آرامش هم همه اونهایی را که او را اذیت کرده بودن ترسانده بود. نمی دونستن می خواهد چی کار کند. نصرت رحمانی فرمانده دستش در نشستی گفت به نظر من نباید دست کریم سلاح بدهیم. سارا گفت که از چه میترسی؟ او جربزه دارد، کسی را بزنه او در صحنه جنگ هم به دشمن تیراندازی نمی کند. راستی هم نصرت از این نمیترسید که کریم او را بزند و فرار کند، چون در چشمهای کریم عاطفه ووج میزد. سارا گفت او بگذار سلاح دستش باشد، برایش خوبه، سلاح مجاد خلق را زنده میکند. اما کریم زنده بود، زندگی را توی عضلات کاریش میشد دید، توی عشق به خانوادهش میشد دید. بعد از برگشت از زمین، کریم با نصرت و یک خودرو باز از این جیپ‌های روسی برای پست‌های نگهبانی برای گشت موبایل پست‌های نگهبانی می‌رفتن. کریم راننده و نصرت در کنار او می‌نشست. خودرو روسی باز بود و کریم گویا به همه فکرهایش را آن شب کرده بود و برعکس همیشه با بقیه اون شب آخر با بقیه بچه ها گرم گرفت و شوخی میکرد. بعد وسط را ایستاد، به نصرت گفت که خسته شده و یک کم هم او رانندگی کند. چند لحظه قبل که نصرت برای سرزن به پست بالای برج رفته بود، کریم گویا سلاح را مسلح کرده و چون نصرت هیچ صدای گلنگدن خشک کلاشینکوف را نشنیده بود و وقتی کریم کنار او که راننده بود نشست، هنوز را نیفتاد که لوله سلاح را توی دهانش میگذارد. تا نصرت داد بزند ماشین را از دنده بیرون بیاورد، صدای دو گلوله در اشرف پیچید. سقف خودرو خونی بود. گفتن خودرو در دستانداز افتاده و سلاح شلیک ناخواسته کرده. گفتن سلاح جلوی پا بوده و شلیک شده. ولی سوالات بچه ها زیاد، کدام شلیک خود بودی؟ دو تا گوله شلیک میکنن. ماشین که هنوز راه نیفتاده کدام دستانداز؟ چرا لوله سلاح داخل دهان بوده؟ و روز بعد حسین زندگی که رفت خودرو خود رو نگاه کرد و سلاح رو جلو پایش گفت اگر سلاح جلو پا باشد چرا تیر به سقف خود رو خورده؟ که بعد او را صدا زدن و نصرت را ترساندن و ساکت کردن که جایی نباید حرف بزنن. سید رحیم و محمود بنی هاشمی که با اون سرگرد مصطفی میگفتن که این سرگرد ارتش جمهوری اسلامی بود که فرار کرد به سازمان اومده، اومدن صحنه را بررسی کردن، گفتن که سلاح کریم خراب بوده و از قبل هم این مشکل را داشته و برای تعمیر داده بوده که درست نشده. این درست بود که این را از بررسی اوراق تسلیحاتی پیدا کرده بود، اما نمیدانستن که آن شب سلاح نصرت دست کریم بود. سلاح خود کریم پشت خودرو داخل جلد بود. بعد هم نصرت سلاح خونی و شلیک شده را که داشت تنظیم در حین تنظیم به خاطر ناراحتی روی قش کرد و او را آقای محمد کریمی عذر میخوام، ما به پایان وقت رسیدیم، دنباله این صحبت رو باید بذاریم در برنامه‌های آینده. فقط یک دقیقه بگم تموم میشه، آیا وقت دارم؟ بفرمایید، خیلی سریع. بله، که بعد دیگه آمدن صحنه سازی کردن که این سلاح به اصطلاح خودزنی نبوده، سلاح تو دست انداز بوده و شلیک نخواسته بوده که کریم به این شکل خودزنی کرد و به زندگیش پایان. من از شما ممنونم، میدونم که وقتی این خاطرات رو میگید تحت تاثیر قرار میگیرید و خیلی مشکله. امیدوارم که بتونید این صبر و شکیبایی رو داشته باشید تا اینها رو بگید، بلکه دیگران از تجربیات شما و دیگر دوستانی که در این راه زندگیشون رو از دست دادن تجربه کنن و شاهد این گونه مشکلات در آینده نباشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید با فامیلتون. خواهش میکنم، همچنین برای شما. مرسی، خدا نگهدار. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم و خانم بتول سلطانی. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. اگر شما هم صحبتی دارید تماس بگیرید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید تا با این دوستان در تماس باشید. برنامه ها رو پی میگیریم. این برنامه توسط کانون آوا که وبسایتشون هم هست aava.association.de میتونید برید و این برنامه رو اون دوستان
اسپانسر میکنن، مدیریت میکنن، و اگر شما هم مایل هستید که صحبت کنید درباره خاطراتتون، با اونها تماس بگیرید تا بهتون نوبت داده بشه. مرسی از اینکه با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.